سلام و صلوات و درود و رحمت بیکران حضرت حق قدوس جلت عظمته بر حبیب او، خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعسو بالدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود، عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر، حجت الدهر، امام الزمان، خلیفة الرحمن، شریک القرآن، الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باد. خدمت بینندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که پروردگار عالم قلوب ما و شما را پر از نور ایمان به اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام بفرماید و به ما پیروی کامل در عقاید، در عمل، در عادات، در همه امور از اهل بیت اطهار علیهم السلام عنایت بفرماید و پروردگار عالم ما را شیعیان واقعی ائمه اثنا عشر علیهم السلام قرار بدهد و ما را از انصار مولای ما حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بدهد و پروردگار عالم به ما توفیق مخالفت و دشمنی و بیزاری و دوری و تبری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و منحرفین از آل محمد علیهم السلام عنایت بفرماید و پروردگار عالم ما را و اولاد ما را تا روز قیامت بر این راه ثابت قدم حفظ بفرماید و پروردگار عالم گذشتگان ما، اموات ما را رحمت کند، مغفرتش را و نعمات خاصه اش را و سلام و تحیات و درودش را بر ارواح آنها و قبور آنها تا ابد الآباد متواترا نازل بفرماید و شفاعت اهل بیت علیهم السلام را نصیب گذشتگان ما بفرماید و سلام ما را به اموات و گذشتگان ما برساند و دعای خیر آنها را در حق ما مستجاب بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار عالم را سوگان می دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها و به حق فرزند ایشان و نور دو دیده ایشان و میوه دل ایشان و گل بستان ایشان کریم اهل بیت حضرت امام مجتبی علیه السلام و به حق امام شهید، امام مظلوم، حضرت سید الشهدا، امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین، که پروردگارا به حق هؤلاء الطیبین الطاهرین صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج وانصره نصرا عزیزا وافتح له فتحا مبینا واقسم ظهور اعدائه وسود وجوه مخالفیه. پروردگارا فرج مولای ما امام زمان علیه السلام را برسان به ایشان اذن قیام عنایت بفرما. عدد انصار و شیعیان ایشان را بیشتر بگردان و پروردگارا دشمنان ایشان را نابود بفرما. غضبت را و نقمتت را و بلایت را بر دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام و منکرین حضرت ولی عصر علیه السلام نازل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا کسانی که به این شبکه مبارکه کمک کرده اند و کمک می کنند به حق امیر المؤمنین علیه السلام از آنها قبول بفرما و حاجاتشان را برآورده بفرما و
بدیات را، مریضی ها را از آنها دور بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بینندگان محترم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متواتر و متفق علیه بین فریقین فرمودند: اینی تارکن فیکم ما این اخذتم بهی لن تذلو بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. من در میان شما دو سرمایه گرانبها به جا میگذارم که اگر از آن پیروی بکنید هیچ وقت گمراه نمیشوید، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. امیر المؤمنین علیه السلام قرآن ناطق هستند، اهل بیت اطهار علیهم السلام قرآن هستند و بین اینها هیچ گونه افتراقی وجود ندارد. و عجبا از قوم و طائفه‌ای که ادعا دارند پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند و این قرآن در بینشان موجود، کلمات گوهربار ائمه اطهار علیهم السلام در بینشان موجود، اما اینها گرچه به زبان ادعا دارند که پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند، اما تمام فکر و ذکرشان و تمام میل و شوق قلبی اینها در اتباع ملاحده از صوفیه و ملاحده از فلاسفه می باشد که آنها را اهل بیت علیهم السلام لعنت کردند. و مصیبت اینجا هست که علمای شیعه بجای این که کلمات اهل بیت علیهم السلام را سرمشق خودشان و نسب العین خودشان قرار بدهند و منبع و مصدر تمام افکار و تمام اقوال خود قرار بدهند و تمام عقاید را و اعمال را از آنها استنباط بکنند، این علمای شیعه هستند که کلام اهل بیت علیهم السلام و سیره آنها را متروک گذاشته اند و دنبال افکار صوفیه و دنبال ملاحده هستند. و بینندگان محترم، و عجبا از این که این همه عالم، این همه روحانی، این همه مرجع تقلید، به ندرت کسی پیدا می شود که بر علیه این ظلم عظیم و این انحراف قابل وصف نیست صحبت بکند. شما میبینید که اعظم مراجع در این مسئله خاموشند، ساکتند، یا اگر گهی صحبت میکنند به خیلی به مقدار عدم کفایت و خیلی کم. و اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و ان لم يفعل فعليه لعنت الله. هنگامی که بدعت ها ظاهر بشود، عالم باید علم خودش را ظاهر بکند و اگر نکند بر اوست لعنت خدا، بر اوست لعنت خدا. آیا وظیفه مرجع فقط همین است که در مسائل حیض و نفاس، در مسائل استنجا و طهارت از حدث و خبث، و یا در مسائل طلاق و نکاح فقط باید صحبت بکند و در برابر اعظم انحرافات که در این دهه ها ما شاهد آن هستیم، فتنه ولایت فقیه، فتنه این انقلاب شوم، فتنه عرفان، فتنه تصوف، فتنه فلاسفه که تمام بیوت شیعه را و تمام جوانهای شیعه را و تمام خانه های شیعه را تاریک ساخته و منحرف ساخته، در برابر این علما و مراجع ساکت باشند الا عده خیلی کم و قلیل. بینندگان محترم، خود شما ببینید، خود شما ملاحظه بکنید. و علمای اعلام، مدرسین حوزه های علمی که این برنامه ها را شما تماشا می کنید و شما می بینید، و طلاب حوزه های علمی که این برنامه ها را می بینید، شما خوب نگاه بکنید ببینید که اگر این فسق عظیم نیست، در بعضی از روایات آمده که وقت لشکر امام زمان علیه السلام وارد قم می شود، با مردم قم معامله کفار حربی می نماید، زنهای اونها را به کنیزی میگیرد، مردان اونها را سرشان را از بدن جدا میکند. وقتی که در کلام بعضی از قدمای از علما من دیدم که اظهار تعجب کرده بودند که این لشکر مقدس و مبارک چطور با مردم قوم این کار را بکند و این وعیده که این را انجام بدهد. حالا که ما نگاه میکنیم بینندگان عزیز و حوزه علمی قوم را مرکز انحراف و مرکز مبارزه با اهل بیت علیهم السلام میبینیم،
و کفریات را اینها علنان بدون هیچ گونه خوفی از خدا، بدون هیچ گونه حیایی از امام زمان علیه السلام ترویج و تبلیغ می کنند. و یک عده علما هستند که با اینها قلبا مخالف هستند، اما در عمل هیچ گونه اظهار مخالفت نمی کنند، بلکه به اونها کمک مالی می نمایند و امکانیات مالی را در خدمت همون جماعت کافر قرار می دهند. وقتی این حال را ملاحظه می کنیم، هیچ گونه جای تعجب ندارد که با این مصادر فساد و این منابع انحراف امام عصر علیه السلام معامله کفار حربی بنماید. و وقتی که بینندگان محترم با ادله جلیه واضح و روشن هست که ولایت فقیه کفر هست، کل رایت ترفع قبل قیام الحج علیه السلام فصاحب و طاغوت، این علمای فسقه، این مراجع بیدین، اینها همشان کارشان تبجیل و تفخیم و تعظیم همون حرامزاده های کافر می باشد، اگر با این جماعت امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی بکند هیچ جای تعجبی ندارد و کاملا بجا و کاملا درست می باشد. بینندگان محترم، حالا در این سلسله مباحث اگر خدا به من توفیق عنایت بکند، ما مباحثی مستند خدمت شما به عرض می رسانیم و ما کار ما این نیست که بدون دلیل صحبت بکنیم، و اصلا دلیل اگر نباشد و برهان در دست ما نباشد، من خودم شرمم می آید، خجالتم می آید که یک مطلبی را اینجا بدون دلیل خدمت شما ادعا بکنم و مطرح بسازم. و من بله و حرف بلا دلیل، ادعای بلا دلیل حجتی را بر کسی تمام نمی کند. لذا شما خواهید دید که حرفای ما اینجا مستدل هست و ما با ادله خیلی زیاد اگر خدا توفیق بدهد پیرامون فلسفه و عرفان که شیعیان ساده را، نه تنها از شیعیان بی سواد، شیعیانی که دانشگاه رفته اند، دکتر هستند، مهندس هستند، از نخبگان هستند، فرهنگیان هستند، همگی را گمراه کرده، همگی دنبال تصوف، دنبال عرفان، دنبال مشایخ طریقت، دنبال رومی، دنبال خمینی، دنبال قاضی طباطبایی، دنبال اینها افتادن. یا سبحان الله، نستجیر بالله، نستجیر بالله. وقتی که میگویم این مولوی صوفی هست، اینا اینقدر ساده هستن، الان من از عوام الناس گله ندارم، اساتید دانشگاه میان میگه او مولوی شاعر بود، این اشعارش را ببین، امیر المؤمنین علیه السلام را تعریف کرده، گفته امیر المؤمنین علیه السلام آن ولی خدا. ای بیچارگان، ای مسکینان، این که کسی از امیر المؤمنین علیه السلام در یک جا تعریف بکند دلیل نمی شود که تمام کارهای او و تمام عقاید او درسته. ای بیچارگان، ای نادانان، ای سادگان، اینطوری نیست. اگر یک شاعری از صوفیه در یک جایی از اهل بیت علیه السلام تعریف کرد و گفت امیر المؤمنین علیه السلام ولی خدا هست، امام حسین علیه السلام پیشوای عظیم هست، اشعاری سرود، این دلیل نمی شود که بقیه حرفای اونم درسته. این کلامش در جای خودش درسته که تعریف کرده، اما بقیه کارهای او، بقیه عقاید او، طریقتی که دارد، همین مولوی خودش صاحب طریقه هست و امروز حفید او، کسی که در نسل بیستم از او هست، از اولاد او، رئیس طریقه مولویه هست در قونیه مصر، رقص بپا می کنند به جای نماز و روزه و اینها، رقص بپا کردن و از و بعدم که خودش شاگرد و شاگرد قونوی بوده و تمام عقایدش رو از ابوبکر ابن عربی اخذ کرده. ببینید بینندگان محترم، این از مکائد صوفیه هست که اهل بیت علیهم السلام را تعریف می کنند و شیعیان ساده و شیعیان نادان و شیعیان مسکین بیچاره فکر میکنن که عجب آدم خوبی شیعه هست، پس تمام حرفایش درسته. بینندگان محترمی، خیلی کم کسانی که اهل بیت علیهم السلام را بد گفتند، همه مردم از اهل بیت علیهم السلام تعریف کردند. شما کتاب بخاری را باز بکنید، احادیث در مدح اهل بیت علیهم السلام موجوده. شمر هم که امام حسین علیه السلام را شهید میکرد تعریف کرد، گفت من میدانم شما فرزند بهترینه
خلایق هستید، اما من شما را به خاطر دنیا میکشم. اون که بله خولی و سنان و اینها که رفتن وارد شدن پیش ابن زیاد و از او بله خواستن که به ما بله این خرجین ما را پر از طلا بکن، همین گفت قتلت خیر الناس ابی و اما، به من خرجین من را پر از طلا بکن که من امام حسین علیه السلام را کشتم. اون کسی که به فرزند بهترین مردم هست، هم پدرش بهترین مردم بود هم مادرش بهترین مردم بود. بینندگان محترم، کتاب مسلم، کتاب های ابن تیمیه، همه اینها در مدح اهل بیت علیهم السلام مطالب گفتند. کسانی که اهل بیت علیهم السلام را بد گفتند خیلی عده کم بودند، مانند معاویه لعنت الله علیه که امیرالمؤمنین علیه السلام را بد میگفت و سب میکرد، بنی امیه، عده از خوارج، اما همه مردم بقیه حتی کفار اهل بیت علیهم السلام را تمجید میکنند. این دلیل نمیشود که تمام حرفای اونها پس درسته، تمام کارهای اونها درسته. شما چقدر ساده هستید، یکی از این دکترها از این امریکا برای من 5 صفحه کتاب نامه نوشته، دست نویس 5 صفحه مفصل، بعد همش در مدح معنوی، دفاع از معنوی، و آخرش هم اشعار مثنوی را، اشعار مولوی را آورده که این اول شیعه بوده. دوستان عزیز بیننده، مدح کردن از اهل بیت علیهم السلام تشیع را ثابت نمی کند. چقدر ساده اید شما، کی بوده که اهل بیت علیهم السلام را تعریف نکرده؟ همه مردم اهل بیت علیهم السلام را تعریف میکنند، الا عده خیلی کم عرض کردن، بنی امیه، معاویه و و و عده از خوارج دیگر، همه گی تعریف کردند و خوب گفتند. اما این دلیل نمی شود که عقاید اونها در همه چیز خوب ما بیرم از اونها پیروی بکنیم. این چه فکر ابلهانه و احمقانه ای است، و این یکی از مکائد خیلی کارآمد صوفیه و فلاسفه است. ملا صدر در کتابش از اهل بیت علیهم السلام تعریف میکنه، احادیث را نقل میکنه به خاطر اینکه بیچارگان را گول بزند و فریب بدهد. بینندگان محترم، مکائد صوفیه و مکائد فلاسفه خیلی زیاده، یعنی تمام کار اینها کید است و فریب، تمام اساس کار اینها، اساس کار اینها باطل هست و اساس کار اینها فریب دادن مردم هست، از دروغ گفتن، از پنهان کردن عقاید اصلیشان و از این که کلمات باطل اشان را با بعضی از کلمات حق اینها زینت می دهند تا مردم گول بخورند و اون کلمات خوب را که دیدن، اون با اون دیدن کلمات خوب در صدر کلام اینها فریب بخورن و تمام حرفهای اینا را قبول بکنن. اینها در کتب اینها خیلی زیاده. انشاءالله در این جلسات بعضی از مکائد اینها خدمت شما تقدیم خواهد شد. یکی از مکائد فلاسفه و مکائد اینها خیلی زیاده، مکرهای اینها، نیرنگهای اینها، فریبهای اینها، یکی از مکائد اینها این است بینندگان عزیز که اینها فن خود را حکمت می نامند. فن خود، و می گویند اون حکمتی که در قرآن کریم آمده و در قرآن کریم ذکر شده، بله یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این آیات درباره فلسفه هست و منظور از آن فلسفه می باشد. و بینندگان عزیز در جای دیگر فن خودشان را فلسفه اسلامی می نامند، فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی. حالا ما درباره این دو مکیده با شما صحبت می کنیم تا بقیه مکاید انشاءالله برسد. بینندگان محترم، ملا صدرا که از منحرفین خیلی بزرگ است و خدا لعنتش کند و خدا عذابش را بیشتر بکند و مردم خیلی زیادی را گمراه کرده، اما این مطلب را خدمت شما دوستان عزیز بگویم، خوب گوش بکنید، اینطوری نیست که تمام حرفهای فلاسفه و تمام حرفهایشان دروغ باشد، باطل باشد، و شما هیچ کسی را در دنیا نمیابید، هیچ طائفه ای را که تمام حرفهایش دروغ باشد. ابلیس که شیطان هست هم تمام حرفهایش دروغ نیست. به خداوند متعال عرض کرد که خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب این حرفش درسته. و خداوند متعال گفت که تو مرا از آتش آفریدی و آدم علیه السلام را از خاک آفریدی.
اینطوری هیچ کسی را نمیابید، کمونیست باشد، بله، مادیگرا باشد، دهری باشد، یا صوفی باشد، یا عمری باشد، همه حرفایش دروغ باشد. همیشه دوستان عزیز یادتان باشد که فرقه حق آن فرقه ای هست که تمام حرفایش درست، امام حق آن امامی هست که تمام حرفایش صواب هست، حکمت هست، حقیقت هست. و بقیه نحله ها و بقیه مکاتب اینها یک مقدار حق دارن، یک مقدار باطل دارن. چون اگر همه حرفش دروغ باشد، یک کس بیاد همه حرفش دروغ باشد، کتاب بنویسه مثلا همش دروغ، خب او را که همه دم میفهمه که همش دروغه، کسی گولش را نمیخورد، کسی فریبش را نمیخورد. او مجبوره دائما این چین صوفیه، حکما، عمریه، ابن تیمیه، همه گی فرقه ها این چینین که کلامش را یک باید یک مقدارش کلام حق باشد تا بتواند در لابلای اون حرف های باطل را، حرف های دروغ را به مردم بقبولاند، تا کسی متوجه نشود و فکر مردم اعتماد بکند بر نویسنده، بر گوینده که او راست میگوید. دیگر زیاد کنجکاو نشود که بقیه حرفایش هم درست هست یا نیست. کتاب بخاری، کتاب مسلم، کتاب ترمذی، کتاب های علمای عمریه اینطوری نیست که همش دروغ باشد، بعضی حرفایشان درسته اما خیلی از حرفایشان دروغه. اونها هدفشان همین است که با یک مقدار حرف راست مردم را بفریبند تا در لابلایشان حرفای دروغ را به مردم بقبولند. و امام حق آن امامی هست که تمام حرفایش درست باشد، هیچ وقت اشتباه نگوید. و این وجه امتیاز مذهب حق و فرقه حق با بقیه فرقه ها می باشد. لذا در کلمات صوفیه این چیزی نیست که همه حرفای اونا دروغ باشد. همونطوری که اگر شما خطبه های معاویه را هم بخوانید اینطوری نیست که تمام حرفایش دروغ باشد. یا مثلا کتاب های ملحدترین افراد را، مثلا سخنرانی های ماو زیتونگ رئیس چین کمونیستی و مؤسس جمهوری خلق چین، کمونیست، آدم که خدا را قبول ندارد، اینطوری نیست که تمام حرفایش دروغ باشد. حرفای خوب زیاد دارد. لنین اینطوری نیست که تمام حرفایش دروغ باشد. توجه هستی؟ وقتی که ما مولا صدرا را بد میگوییم، او را منحرف میدانیم به خاطر حرفای باطلش، و الا حرفایی که در جای خوب گفته اونها را ما منکر نیستیم. همچنین که مثلا در کتاب ترمذی مثلا حرفای خوب آمده، حرفای روایات راستی هم موجوده. بله. و عمر بن الخطاب هم اینطوری نبود که تمام حرفایش دروغ باشه. در خیلی از روایات را خود عمر نقل کرده، حدیث مثلا غدیر را نقل کرده، اینطوری نیست که در هر جا دروغ گفته عمر بن الخطاب. خب بینندگان محترم، این کتاب حکمت متعالیه ملا صدرا هست، معروف به کتاب اسفار. و ملا صدرا بینندگان محترم اغلب افکارش افکار ابن عربی هست و هنری که به خرج داده اینه که افکار ابن عربی را با یک مقدار از افکار ابن سینا قاطی کرده و مدعی شده که من یک مذهب جدید و یک مکتب جدید را در فلسفه آفریده ام به نام مذهب و حکمت متعالیه، و مدعی شده که من این مطالب را با کشف و شهود به دست آوردم. یعنی کاملا حرفایش حرفای ابن عربی هست و در برابر ابن عربی خیلی خاضع می باشد و خیلی او را تعظیم می کنند، آنچنانه که مثلا شیخ اشراق را یا شیخ مشائین ابن سینا را تعظیم نمی کند. حالا بر موضوع ما بررسی مذهب حکمت متعالیه ملا صدرانی است و این هم یکی از خدعه های این جماعت که مذهبش را، مکتبش را حکمت متعالیه اسم نماینده، در حالی که نه حکمت و نه متعالی هست. همونطوری که انشاءالله در خلال این بحثا خدمت شما بیان خواهد شد. علی کل حال ایشان مدعی هست در جاهای مختلف و مرد خیلی زرنگ و زیرکی ملا صدرا و خیلی در مغالطه و در تفسیر برای که اینها را همش از صوفیه یاد گرفته، خیلی استاد می باشد و خیلی انسان ملعون و منحرفیه. در اینجا مدعی می شود که کتاب او و این حکمت که در قرآن کریم آمده، این حکمت منظور فلسفه می باشد.
ببینید دوستان عزیز، کتاب حکمت متعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه نوشته ملا صدرای شیرازی، این مجلد اول هست، این چاپ بله ناشر که طلیعت النور این رو چاپ کرد. در این کتاب بینندگان محترم در مقدمه اسفار اینجا السفر الاول او السفر الاول و بله سفر الاول نه سفر الاول، سفر به معنای کتاب، سفر اول به معنای طی طریق اول، و هو الذي من الخلق الى الحق في النظر الى طبيعه الوجود وعوارضه الذاتيه وفيها فيه مسالك المسلك الاول في المعارف التي يحتاج اليه الانسان في جميع العلوم، وفيه مقدمه وسته مراحل، المقدمه في تعريف الفلسفه وتقسيمها الاولى وغايتها وشرفها. تقسيم تعريف الفلسفه وتقسيم الفلسفه و بله و شرف فلسفه. بعد در شرف فلسفه این را میگوید: ثم لا يخفى شرف الحكمه من جهات عديده منها انها صارت سببا لوجود الاشياء على وجه الاكمل. بینندگان محترم، اینجا من یک نکته را خدمت شما بینندگان عزیز توضیح بدهم، و آن این است که وقتی که ما مخالفت میکنیم با فلسفه، فلسفه نزد ما به معنی مساوی با تعقل و تفکر نیست. این مطلب خیلی باید در ذهن شما باشد. این مطلب را من دیشبم گفتم و این مطلب را من باید زیاد تکرار بکنم، چون این جماعت فلاسفه وقتی که با شما فلسفه را به نقد میکشید، اینها دفاع که میکنن از تعقل دفاع میکنن. خب این که واضح و روشنه که عقل یک موهبت الهیه، نعمت الهیه، و چطور انسان عاقلی میتواند استدلال بر علیه عقل بکند؟ کسی مگر میتواند بیاید بله بگه فکر کردن کار باطلیه، تأمل کار باطلیه، تعقل عقل چیز بدیه؟ و این یکی از مکیده های این جماعت و تمام مکاید فلاسفه خیلی خیلی خنده آور و مضحکه. وقتی که شما نقد به نقد میکشید فلسفه را، اونها خیلی راحت بله میان دفاع میکنن از تعقل، گویا ما اینکه با تعقل اینجا آمدیم، تعقل را به نقد میکشیم و استدلال میکنیم بر بطلان تعقل. ما بر تعقل را ما قبول داریم، فکر کردن عبادت هست، و با فکر کردن و اینکه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ادله عقلی را بیان فرمودند، با تأمل در آن عقیده ما حقیقت توحید را و شناخت معاد را و شناخت ائمه اطهار علیهم السلام را میفهمیم. تفقه در دین که بزرگترین نعم الهی هست، این تفقه در دین، این با تفکر کردن و تأمل کردن در کلام خداوند متعال و قرآن کریم به دست می آید. لذا هیچ انسان عاقلی نیست که بیاید بر علیه عقل صحبت بکند و بر علیه تأمل نمودن، تفکر عمیق نمودن صحبت بکند، و هر کسی این کار را بکند او خودش را مسخره میکند و بطلان کلام او واضح و روشن هست. لذا بینندگان عزیز، تعقل مساوی با فلسفه نیست. ما منظور ما از فلسفه چی میباشد؟ منظور ما از فلسفه این سلسله استدلالاتی که وارد اسلام شده از یونانی ها و سرچشمه از یونان گرفته. و الا اگر تعقل بله در قرآن کریم باشد، تأمل در کلام اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشد، شناخت اهل بیت علیهم السلام و کلام اونها بله در اصول دین، در فروع دین باشد، این که عبادت، این بهترین جهاده، بهترین خدمت در راه دینه. لذا ما وقتی که بر فلسفه نقد میکنیم، خب این خوب یادتان باشد، این یکی از سلاح‌های جماعت فلاسفه است. تا شما فلسفه را به نقد بکشید، او هیچ وقت نمیاد دفاع بکند از اون فلسفه که خود اینها دارند به نام فلسفه اسلامی یا حکمت الهی اون را اسم گذاری کردند و همش را از یونان آورده اند و چیزهای هم خودشان به اون چیزهای واردات یونان اضافه کردند، چیزهایی از صوفیه گرفتن اضافه کردند، از اون دفاع نمی کنن، اونا میان از عقل دفاع میکنن. خب عقل، ما که با عقل مخالف نیستیم. بینندگان محترم،
بله، چون ایشان ملا صدرا فلسفه را تعریف میکند به این معنا: ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات على ما هی علیها والحكم بوجودها تحقيقا بالبراهين لا اخذا بالظن والتقليد بقدر الوسع الانساني. فلسفه عبارت است از کامل شدن نفس انسانی، نفس انسانی که ناقص هست چون علم ندارد. در اول ما علم نداریم، علم که پیدا کردیم میگوید این کمال به وجود می آید، این کلام اینها هست. خب علم کمال، ما با اون حرفی نداریم. بله، نفس انسانی که ناقص هست، این نفس انسانی با علم کامل می شود. خب کدام علم؟ به معرفت حقائق الموجودات على ما هی علیها، که معرفت حقائق موجودات، حقیقت موجودات چی هست؟ تمام موجودات دنیا، الموجودات، تمام موجودات، چیزی که خدا آفریده، این حقائق موجودات را، حقیقت اینها چی است؟ آنگونه که واقعا اینها هستند، ذات اینها، خواص اینها، تمام اینها، علی ما هی علیها، اونطوری که واقعا اینجا هستند، اونطوری که واقعا این موجودات هستند، فرشتگان، سما، ارض، بله، مبدأ، معاد، خداوند متعال، جنت، نار، نفس انسانی، همه اینها را انسان بداند. این فلسفه هست. از کدام طریق؟ تحقیقا، از روی تحقیق، نه از روی تقلید، بالبراهین، با براهین که انسان از روی تحقیق و یقین اینها را بداند. این فلسفه هست. خب این فلسفه اگر این باشه، خب واضح و روشنه که این فلسفهی که دست شما، این یک وعده سر خرمنه که ملا صدرا میدهد که شما اگر فلسفه بخوانید، حقایق موجودات علی هی ما علیها را میدانید. نه خودش میدانه، نه پدرش میدانه، نه ارسطو میدانست، نه ابن سینا میدانست حقایق موجودات را. اون خداوند متعال میداند، امیر المؤمنین علیه السلام میداند. خلاصه این یک ادعای حلکی زورکی هست که ایشان تعریف فلسفه این را کرده که طلبه ها گل بخورن، بیان بخوانند که عجب علامه ای، عارف کامل میشویم، تمام چیزها را بلد میشه، تمام چیزها، به قدر الوسع الانسانی، به قدر استطاعت انسانی، به قدر استطاعت انسانی ما تمام چیزها را، حقایق موجودات را، علی ما هی علیها بدانیم. خب این را برای این میگم که اون مطلبی که در شرف فلسفه گفته ایشان به این ارتباط داره. و ان شئت قلت، الان میگه که من یک تعریف دیگری هم هست از فلسفه. تعریف دیگر اینه: نظم العالمه نظما عقليا على حسب الطاقه البشريه بل ليحصل التشبه بالباري تعالى بل ليحصل التشبه بالباري تعالى نظم العالم نظما عقليا على حسب الطاقة البشرية ليحصل التشبه بالباري تعالى. میگوید که همون طوری که عالم خارج، که این خداوند متعال عالم خارج را آفریده، خارج یعنی خارج از ذهن، یعنی خارج از زیرون، خارج از زیرون شما، کشور شما، این خاکیشم، این منظومه شمسی و این کائنات را که خدا آفریده و ملکوت خدا، عالم ملائکه را خداوند متعال آفریده و آنچی که ما یورا و ما لا یورا خداوند متعال آفریده، خود پروردگار عالم که ایشان هم متعال هم که بله موجود هست، آدم چی کار بکند این عالم را، همین چیز را، یک عالم عقلی، این عالم عالم خارجی هست، یک عالم عقلی، یک عالم علمی در ذهن انسان، در وجود انسان به وجود بیاید، به وجود بیاید، یعنی تمام دنیا را شما اونطوری که هست بدانید. خب اینا همش، اینا خب اینا همش دلالت بر حماقت این رجل داره که من تمام عالم را بلد شدم. بعد میگه که آدم شبیه خداوند متعال باشد. بله، لیحصل التشبه بالباری تعالی، تا که همون طوری که خداوند متعال تمام چیزها را میداند، بله اون طالب فلسفه هم وقتی که حکیم شد و فیلسوف شد، تمام جون دنیا را بداند. خب این بله تعریف فلسفه کرده. بعد اینجا آمده در غایت ثم لا یخفا، شرف فلسفه، شرف الحکمت من جهات عدیده. بعد این فلسفه را اینجا قشنگ آمده اسمشو گذاشته حکمت، و اینها خیلی زیاده در کلمات فلاسفه، بینندگان عزیز، که اینها حکمت و فلسفه را، اینها را به عنوان دو کلمه مترادف استفاده میکنه، فلسفه و حکمت، فلسفه الهی، حکمت الهی.
فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی، حکیم متعله، فیلسوف الهی. اینها به عنوان دو کلمه مترادف استفاده میکنند. و اون روایات و آیاتی هم که در مدح حکمت آمده، اونا هم فورا یعنی مصادره بالمطلوب بدون هیچ گونه دلیل میگن این همون حکمت ما هست. زورکی زورکی که در قرآن کریم خداوند متعال حکمت را تعریف کرده، این بالی همون فن ما هست، فلسفه ما. حالا کجا دلیل شما که این که بعدا آمده، این که اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اینها این مطالب شما را تدریس که نکردن، تعلیم نکرده، اهل بیت علیهم السلام اینها را تعلیم نکرده، اینها بعدا وارد شده. شما از کجا میگید که در قرآن کریم که آیات حکمت آمده و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، این منظور فلسفه است دیگر، اون را هیچ وقت نمیپردازن به اون. این کار این جماعت همینه که به اشکالات جواب ندهند. هر کسی هم که اشکال کرد فورا بگن که تو جاهلی، تو کوته بین هستی، تو قشری هستی، تو بله فقط ظاهر شریعت را میبینی، تو اصل تعقل نیست، اهل شهود نیستی، اهل تعقل نیستی. خلاصه اون طرف را خوب متهم بکنن به نادانی و جهالت و تعصب و کوته بینی. دفاع اینها همینه. خب حالا میگه شرف فلسفه چیه؟ چرا فلسفه علم شریفیه و علم خوبیه؟ میگه از جهت عدیده، منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء على وجه الاکمال. چون فلسفه عبارت از علم به حقایق اشیاء، الا ما هی علیها، به حقایق اشیاء آنطوری که هست، به آن ترتیبی که هست، به آن نظمی که وجود دارد در دنیا. خب این علم اول نزد خدا بود و خداوند متعال طبق آن علمی که داشت این جهان را آفریده. پس این علم فلسفه هست که سبب خلقت و ما سبب خلقت جهان است. و ما هم که میخوایم که مثل خدا بشیم، خودش میگه که ما میخوایم مثل خدا بشیم که تمام چیزا بلد بشیم. کسی که اسفار را بخواند بله تمام چیزها را بلد بشه، دست درد نکنه. مضحک. بل سببا لنفس الوجود. فلسفه سبب هست از برای وجود اشیاء علی وجه الاکمل، بعد سبب هست از برای خود وجود، از برای هستی. چون خدا از روی علم خود جهان را آفریده، بله هستی، بله خدا هم فیلسوفه، فلسفه هم سبب وجود اشیاء است. بله از این بالاتر علمی شما میخواید که با ما مبارزه کنید؟ این علم شریف را میخواید شما منکر بشوید؟ اذ ما لم يعرف الوجود على ما هو عليه لا يمكن ايجاده و ايلاده. بله میگه خدا فیلسوفه، چون چرا اگر خداوند متعال عالم و عارف نبود بر وجود على ما هو عليه، به این باید خدا دنیا را بداند که نظم جهان چیست، این کره خاکی چگونه باشد، بحار، آبهای دنیا چه، کوها در کجا باشد، نظم این دنیا، ملائکه در کجا باشد، همه این ترتیب را بداند، بعد طبق اون ترتیبی که خود خدا در علمش هست اون را بیافریند. پس خدا حتما فلسفه بلده، و اگر فلسفه بلد نمیمود لا امکن ایجاده و ایلاده. خداوند متعال نمیتوانست که دنیا را ایجاد بکند و خداوند متعال نمیتوانست دنیا را تولید بکند. ایلاد از ولد، تولید کردن، ولد به دنیا آوردن، همون منظورش آفریدن. والوجود خیر و محض ولا شرف فی الخیر الوجودی ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. وجود خیر محض، وجود خوبی محض. و این هم از حرفا اینجا این دنیا هست که هر این حرفش که وجود خیر محض شاید اشکالی نداشته باشه. ولا شرف الا فی خیر الوجودی و هذا المعنى مرموز فی قوله تعالی. منظور ما همین بود دوستان عزیز، که ایشان میگوید که همین معنا، یعنی شرف فلسفه و شرف حکمتی که از یونان آمده، دانشی که از یونان آمده، از ارسطاطالیس و امثال آن، از ملاحده یونان آمده، به این خداوند متعال اشاره کرده. و هذا المعنى مرموز و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. که هر کسی خدا یوت الحکمت من یشا، خدا هر کی را بخواد حکمت عطا میکند، و هر کسی به او حکمت عطا بکند به او خیر کثیر عنایت فرموده. و به هذا الاعتبار سما نفس الله تعالى نفسه حكيما في مواضع شتى من كتابه المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد. و به همین اعتبار که خدا خودش فیلسوف هست الیاذ بالله،
خودش را حکیم نامیده، چون فلسفه یعنی حکمت، خدا هم حکیمه، باز خدا فیلسوف. و اگه فیلسوف نبود خدا نمیتونست دنیا را بیافرینه. حالا شما آمدید در شبکه اهل بیت علیهم السلام بر علیه فلسفه صحبت میکنید. و وصف انبیاءه و اولیاءه بالحکمه، و خداوند متعال انبیاء و اولیاءش را با حکمت یعنی با فلسفه ستوده. که پیغمبرم فیلسوف بوده، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت هود علیه السلام، همگی فیلسوف بوده. و سماهم ربانیین حکماء بحقائق الهویات، و اونها را ربانیین و حکماء نامیده بحقائق الهویات، اونها عالم هستن بحقائق وجودات خارجیه. و اذا اخذ الله ميثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقال خصوصا في شأن لقمان، در خاص شأن لقمان عليه السلام إن شنين فرمودا وآتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة، وما بد لقمان حكمة أتا كردي، ذلك في سياق الإحسان ومعرض الامتنان، إن أسباب امتنان وإحسان كما إحسان كردي بر لقمان عليه السلام. ولا معنى للحكيم إلا الموصوف بالحكمة المذكورة حدها التي لا يستطاع ردها. میگوید ما بله منظور از حکیم که ما با لقمان حکمت عطا کردیم و به انبیاء علیهم الصلاة والسلام حکمت عطا کردیم و اونها را حکیم گفتیم، معنای دیگر ندارد الا به همون تعریفی که من کردم. و منظورش از اون تعریف همین فن خودشه، فن خودشه، فلسفه یونان و یک مقدار فلسفه عرفا را بهش قاطی کرده، خب شده حکمت متعالیه. متوجه شدید؟ پس بینندگان عزیز، این کلام ایشان صریحه که آیاتی که در قرآن کریم به عنوان حکمت و حکیم آمده، این مقصود از آن فلسفه می باشد. خیلی خوب، آقای جوادی آملی که یکی از مدرسین اسفار و مدرسین اشارات و مدرسین حکمت مشا در حوزه علمی قم می باشد و یکی از مدرسین عرفان می باشد و در یک مدتی هم خودش را به تفسیر هم زده، تفسیر را هم کمون طوری که ملا صدرا تفسیر فلسفی و تفسیر صوفیگری می کند، ایشان هم این کارش همینه. حالا ببینیم که ایشان در شرح این کلمات چی گفته. این رحیق مخصومه فی شرح حکمت متعالیه، رحیق مخدوم شرح حکمت متعالیه بخش یکم از جلد اول، حکیم متعله. بله این هم از مکاید این جماعت دوستان عزیز که همدیگر را القاب این چنین می دهند که عارف واصل، سید العرفا، مثلا صدر الدین، بله نمیدانم محی الدین، بله قدوة العنام، قدوة العرفا، قدوة الصوفیه، صاحب الكرامات الجلیه، آیة الحق والعرفان، خلاصه از این القاب مفت که اللقب دادن که خرجی ندارد. شما اونجا مین میسید حکیم متعله، که مردم گول بغره که واقعا این حکیمه و متعله در خدایی خدا، یعنی در تعله در خدایی خدا بسیار به جای مقام عظیمی رسیده، مردم گول بخورن. حالا ببینید دوستان عزیز، این بخش یکم از جلد، یعنی شرح اول، شرح جلد اول اسفار نوشته حضرت آیت الله ولی ملا عبدالله خان جوادی. این سخن ناشر که ناشرم خودشه، ناشر مرکز نشر اسراء هم خود همین جوادی آملیه و شاگردانشه، اون سخن ناشر هم سخن خودشه. در اونجا مثلا چی گفته؟ ببینید سخن ناشر، و لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، حکمت که یکی از اوصاف خداوند متعال است، بیانگر اتقان وجودی و احکام هستی واجب است، به گونه ای که حد ماهوی و یا حد عدمی در آن وجود مطلق را نیافته و آن هستی مطلق و صرف سبوح از حیب و قدوس از نقص است. بله و چون این اتقان و آن احکام از دایره ذات واجب بیرون نیست، لذا هر چی که از او صادر شود عام از دانش و یا ارزش با صلابت حکمت و صداد معرفت همراه بوده و هرگز در محدوده خاص خود ضعف و کاستی یا نقص و کمبودی ندارد. از این رو همان طور که دفتر تکوین که صنع ربوبی هست در وجه اتقن کل شیء و سیمای احسن کل شیء آفریده شده، دفتر تشریح
في حق نيز با چهره احسن احسن الحديث وجلوه احكام كتاب احكمت آياته ثم فصلت تدوين شده ولذا قرآن که بیان همه دانش ها و تمام ارزش ها سراسر حکمت است ولذا کسی که دارای حقیقت حکیمانه هست بهره فراوانی از کمالات هستی دارد و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خب اون اول کلامش همگی درست بود که خداوند متعال اتقن کل شی و هر علمی که از خداوند متعال بیرون بیاید او احسن الحدیث هست و حکیمانه هست، در اون که حرفی نیست. بعد میگوید که بله در دنبالش ولذا کسی که دارای حقیقت حکیمان است بهره فراوانی از کلامات هستی دارد و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این منظورش فلاسفه هست از این قسمت. لیکن این حکمت در دفتر تدوین و اندیشه به دو صورت ظاهر می شود، یکی طریق وحی و دیگر صراط عقل، که این دو نیز به عنوان حجت الهی برای انسان ها معرفی می شود. بله خب بله، چهره وحی از آن جهت که ذاتاً حجت بودن میتواند تبیین کننده حقایق اشیا باشد، اما عقل مادامی که در کانال صحیح اندیشه و مجرای درست تفکر یعنی برهان در آمده باشد، از ماده یقینی و از هیئت قطعی بهره برده باشد، میتواند به ذاتی حجت بوده و راه دیگری برای معرفی صحیح اشیا و شناسایی درست موجودات باشد. این او عقل را یعنی راه فلاسفه را متوازی و مساوی بلکه محکمتر از راه وحی قرار دادند. این کلامش در صریح در آنه میگوید که این بله این رسیدن به حکمت دو راه دارد، یکی راه وحی است و یکی هم راه عقل، و راه عقل اگر انسان درست بپیماید به همان حکمتی که وحی آن را میگوید به آن میرسد. اما راه عقل نزد اینها چرا ارجحیت دارد؟ به خاطر این ارجحیت دارد که راه وحی راه تقلید نزد اینها. شما اگر بیایید بر توحید از روی حدیث استدلال بکنید، از روی آیات قرآن کریم استدلال بکنید، اینها میگن این تقلیده، این تحقیق نیست. بله اما از روی بله براهین عقلیه اگر استدلال بکنید این تحقیق. و این جمن حالا این مطالب برای اهلش واقع کاملا روشنه. من بگویم اینجا توضیح بدم که این کاملا کلام تلقی باطله، که اگر ما استدلال کردیم از حدیث بر توحید یا از آیات قرآن کریم بر توحید، این تحقیق نیست و تقلیده، چون اینها زعم اینها اینه و اینها همیشه تن اینها اینه و مردم رو یکی از مکاید این جماعت همینه، نیرنگ های جماعت فلاسفه همینه، که اگر شما در اصول دین آمدید از حدیث یاد گرفتید یا از قرآن کریم یاد گرفتید این تقلیده. گویا اینکه حدیث و قرآن کریم در برهان چیزی تقصیر دارند، کوتاهی دارند، و ما اگر برهان را دلیل عقلی را از قرآن کریم و از احادیث اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم این ناممکنه، و هر حرفی را که ما از حدیث بگیریم حتما تقلیده. زعم اینها اینه و این را باید اگر ما به تحقیق بکنیم اون را باید از کی یاد بگیریم؟ از ارسطو تالیس و از ملاحده یونان و از ابوبکر ابن عربی و امثال آن. یا سبحان الله، شهود ابوبکر ابن عربی و مکاشفه های ملا صدرا و مکاشفه های قونوی و مکاشفه های شبستری صاحب گلشن راز یا مکاشفه های ملا عبدالرحمن جامی، اونها تقلید نیست، اونها تقلید نیست، اونها تحقیقه. اما قرآن کریم که سراسر مشحون هست از براهین واضحه، کلام ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام که سراسر پر هست از براهین واضح عقلی، واضح و روشن در اتم وجودان، آن تقلیده. خب این بله مکاید این جماعت دیگر، اگر حرف راست بگویند این جماعت نمیتوانند. بله از گذشته بسیار دور قبل از اسلام حکمایی چون حکما، ببینید دوستان عزیز اونجا از حکمت تعریف کرد، بعد میاد حکمت را در صفحه قبل حکمت گفت خداوند حکیم، بله هر کس از حکمت در بهره داشته باشد حظ وافری برخوردار هست، اینجا آمد حکمایی و اینا فورا اول آیات حکمت را ذکر میکنن، بعد میگن بله ملا صدرا حکیمه، ابن سینا حکیمه، ارسطو تالیس، افلاطون، سقراط، بقراط، اینا حکیمن. از گذشته های بسیار دور قبل از اسلام حکمایی همچون افلاطون و ارسطو که با پیروی از رهنمودهای انبیای ابراهیمی
در اندیشه شناخت حقایق عینی جهان بودند و با زدن کفش برهان بر پای اندیشه و یا صلاح شهود بر چهره قلب در این مسیر دشوار آهسته آهسته حرکت کردند و توانستند تا حدودی به مقصود نزدیک شوند، ولیکن نتوانستند شاهد مقصود را در آغوش کشیده جهان را از لحاظ مبدأ منتها رابط بین آغاز و انجام هستی خودش تفسیر تام و صحیح داشته باشند. خلاصه بینندگان عزیز، حالا من اون مقدار از کلام، حالا کسی اگر بخواد اینا را بخواند اشکالی ندارم، من اون مقدار از کلام ایشان که در شرح اون کلام ملا صدرا که در تعریف فلسفه و در تعریف فلسفه و در شرف فلسفه بیان کرده، اون را برای شما نشان بدم. این دوستان عزیز مقدمه ملا صدرا هست که ایشان در اینجا آورده، در صفحه 115 است. المقدمه: اعلم ان الفلسفه استكمال النفس الانسانيه بمعرفه الحقائق الموجودات على ما هي عليها. این متن را ایشان اینجا آورده و بعد اینجا شرح این متن که این البته عرض کنم که اینها دروس آقای جوادی آملیه، درس های اسفار آقای جوادی آملیه. آقای جوادی آملی چیزهایی را که با قلم خودش نوشته کمه، بیشتر درس های ایشان را بله عده زیادی اونجا است، شاگردای ایشان هستند که این درس ها را می نویسند و به صورت کتاب چاپ می کنند و بله از نوارهای ایشان. خلاصه اونجا خیلی امکانات زیادی داره این آقای جوادی آملی، پول زیاد نظام در اختیارشان قرار داده. مقدمه در پیش گفتار و مقدمه مسلک اول به چهار مطلب پرداخته می شود: تعریف فلسفه، تقسیم فلسفه، غایت فلسفه، شرافت فلسفه. تعریف فلسفه، حالا ما بریم روی شرف فلسفه. دوستان عزیز، جایگاه فلسفه. آقای جوادی میگه فلسفه از همه علوم شریف تر و از همه آنها برتر است. شرف به دو معنا استعمال می شود: اول شرف وجودی هست و دوم شرف ارزشی. شرافت وجودی به شدت و قوت وجودی هست و شرافت ارزشی به جنبه اخلاقی که ناشی از کار کرد و فضیلت عملی هست بازگشت می نماید. بله، فلسفه شدت وجودی یعنی بینندگان عزیز که یک شیء علت شیء دیگر باشد، منظورش اینه، یعنی خداوند متعال ما را آفریده، پس خداوند متعال در وجود بله بر ما مقدم هست، بر ما شرف دارد، این شرف وجودی. خداوند متعال ما را آفریده که ما نوکر باشیم برای امیر المؤمنین علیه السلام، پس خدمت کردن به امیر المؤمنین علیه السلام، اتباع ایشان. حالا این نظر ما شیعیانه، نظر فلاسفه این چنین نیست. اتباع از امیر المؤمنین علیه السلام این غایت خلقت ما هست. پس امیر المؤمنین علیه السلام از ما شریفتر هستند، اشرف هستند، چون او ما از برای ایشان آفریده شدیم و ایشان علت غایی هستند. حالا ایشان میگوید که شرف فلسفه شرف وجودی هم هست، همون حرف ملا صدرا که چون خدا فیلسوفه و خدا طبق علم خود جهان را آفریده و اگر این علم خدا فلسفه خدا نبود جهان را نمیتوانست بیافرینه. لذا بله فلسفه شرف وجودی دارد، علت هست از برای آفرینش جهان، همون حرف ملا صدرا. و میگوید شرف ارزشی هم دارد که اونم بیان میکنه. فلسفه و علم از آن جهت که در نحوه وجود خود همتای وجود معلوم هست با قوت معلوم شدت داشته و در نتیجه شرافت وجودی پیدا می نماید. صدر المتألهین یعنی ملا صدرا برخی از دلائل شرافت حکمت را همراه با بعضی از شواهد نقل کرده، از جمله دلائلی که برای شرافت حکمت ذکر شده استناد پیدایش نظام احسن به آن هست. استناد پیدایش نظام احسن، این که جهان را خدا آفریده، این احسن نظام هست، خداوند متعال به احسن وجه خلق کرده، دیگر از این بهتر دنیا را نمیشد آفرید، خدا آفریده. خیلی خوب، این نظام احسن را که خدا آفریده از روی علم خود آفریده و کدام این علم خدا کدام حکمت فلسفه هست، پس این شرف فلسفه هست. خدا هم فیلسوف، حالا خدا کجا؟ ای خدای پاک، این کفریات را ببین که خدا این چیزایی که ملا صدرا گفته، ارسطوطالیس گفته، اینا همون حکمت الهیه. خب اینا همش کفریات بینندگان عزیز. بعد ایشان این مطلب را که من از خارج گفتم برای شما توضیح میدن. در صفحه بعد میگوید برتری حکمت حقیقتی است که قرآن کریم به لسان رمز از آن خبر داده و میفرماید و من یوتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، یعنی هر کس که از حکمت برخوردار گردید خیر کثیری به او داده شده. خداوندی که تمام دنیا را قلیل دانسته و میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، یعنی بگو که متاع الدنیا کم و اندک است،
حکمت را آنگاه که به انسان بخشیده شود کثیر میخواند و این در حالی است که علم و حکمت آدمی در قیاس با حکمت خود اندک و ناچیز میخواند و میفرماید و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. پس حکمت و دانش آدمی گرچه نسبت به علم الهی اندک است ولیکن در حد ذات خود و نسبت به آنچه در آفرینش است خیر کثیری و عظیم هست. به دلیل همین ارزش و به دلیل همین عظمت و ارزش برتر حکمت است که خداوند سبحان در مواضع فراوان از قرآن که نشأت گرفته از حکمت بیکران او هست، علاوه بر آن که ذات خود را به وصف حکمت ستوده، انبیا و اولیای خود را نیز به وصف کرام به این وصف کرامت بخشیده و از آنها ها به عنوان حکمای ربانی که آگاه به حقایق هویت هستند یاد نموده و با سیاق احسان و لسان امتنان اعطای این نعمت از ما را به آنها یادآوری نموده و فرموده و اذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. خداوند متعال از اعطای حکمت به لقمان حکیم نیز یاد کرده و فرموده ولقد آتینا لقمان الحکمة. مراد از حکمت در این عبارت های قرآنی یعنی یقینا چیزی جز همان معنای مذکور درباره حکمت نیست، یعنی همان تعریف که ما از فلسفه کردیم و همان مطالبی را که ما در این کتاب آوردیم، منظور از حکمت الهی همینه. شاهد مطلب نیز این است که چون به وصایای لقمان مراجعه کنیم در آنها یا سخن از توحید میبینیم که مربوط به حکمت نظری هست و یا سخن حکمت نظری یعنی فلسفه نظری. اینا میگن فلسفه دو قسمت دارد، فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری یعنی این اون اموری که از مبدا و معاد بحث میکند و فلسفه عملی از اخلاق انسان و سیاست علم سیاست، علم اخلاق و علم بله سیاست خانواده، بله تدبیر منزل. این ستا این حکمت عملی می باشد. خب می گوید که شاهد مطلب ما آورده و شاهد مطلب را ملا صدرا نیاورده و شاهد مطلب را جوادی اضافه کرد. بله در آن یا سخن از توحید می بینیم که مربوط به حکمت نظری است و یا سخن از گریز از ظلم امثال آن که مربوط به حکمت عملی می باشد. آیه زیل نمونه گویا از این ادعاست یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. خب بینندگان محترم، ایشان هم دیدید که بینندگان عزیز لب کلام ایشان و جان کلام ایشان همین است که منظور از حکمت که در قرآن کریم آمده همین فلسفه می باشد و همین بله استدلال های می باشد که در کتب فلاسفه که امروز در حوزه ها تدریس می شود همین منظور می باشد. حاج ملا هادی سبزواری در کتاب شرح منظومه صراحتا این مطلب را بیان کرده. این کتاب دوستان عزیز، کتاب شرح منظومه ملا سبزواری هست، شرح منظومه حاج ملا هادی سبزواری، حکیم متعله سبزواری، علق علیه حسنزاد العاملی. این مجلد دوم هست، مجلد دوم در حکمت در فلسفه هست، مجلد اولش در منطق. در این خطبه مصنفه، چون میدانید منظومه شعر دیگر، منظومه شعر ملا هادی سبزواری است، بعد خودش هم شرح کرده، خودش شعر نمیشته، خودش شرح کرده، کفر اندر کفر. یا واحب العقل لك المحامد الى جنابك انتهى المقاصد یا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره بنور وجه استنار كل شيء وعند نور وجه سواه في ثم على النبي هذه الامه وعلى وآله الغر صلاة جمة. بله بعد وبعد فالعبد الأثيم الهادي لا زال مهديا إلى الرشاد يقولها أمقرأ كتابي منظومتي للسقم جهل شافية نظمتها في الحكمة التي سمت في الذكر بالخير الكثير سميات. يقولت بله من عبد گنهکاری هستم، اسمم هادی هست، ملا هادی. بله انوارد، بله در راه هدایت من را خدا هدایت کرده، من میگویم که بیایید کتاب من را بخوانید. این منظومه من هست، اشعار من هست که از برای شفای جهل کافیه، از برای شفای درد جهل کافی و شافی هست. نظمتها فی الحکمت التي سمت، من این را در فن حکمت
شعر سرودم، نظمتها شعر سرودم در فن حکمت. التي سمت، اون حکمتی که بلند هست، سمت یعنی بلند هست. فی الذکر، بلند هست در کجا؟ در ذکر، یعنی در قرآن کریم. بالخیر الكثير سمیت، در قرآن کثیر به نام خیر کثیر مسما گشته. دوستان عزیز بیننده، بعد آمده خودش این را شرح میکند، در شرح خودش صفحه چند 49 و چند بعد وبعد اي بعد الحمد والصلاه فالعبد الاثيم المحتاج الى رحمه الباري الهادي ابن المهدي السبزواري اوتيا كتابهما يمينهما وحوسبا حسابا يسيرا لا زال مهديا الى الرشاد دعاء لنفسه يقول مبتجحا مستظهرا بانه ليس في الكتاب هذا الا المطالب الحقه الخاصه النقيه. میگوید من در این کتاب خود بجز مطالب حقه خالص پاک چیزی نیاوردم، و الفوائد المهمه، و فوائد خیلی مهم از علوم حقیقیه، ها ام اقرأوا کتابیه، اقتباس من الوحی الالهی، این آیه قرآن کریم هست، ها ام اقرأوا کتابیه، بلی اینی ظننت انی ملاق، بلی این از آیه قرآن کریم در سوره مبارکه حاقه هست، ها ام اقرأوا کتابیه، که اهل جنت میگن که خوشحالن روز قیامت، میگن بیان کتاب من را بخواهیم. اني ظننت اني ملاق حسابيه. آيين اقتباس من الوحي الالهي، منظومتي لسقم جهل شافيه، ان شعر من هست که از برای درد جهل شفا میبخشد. هذا المصراع في موضع التعليل للمصراع الاول. خیلی خوب، نظمتها في الحكمه التي سمت، بله من این کتابم را شعر گفتم در حکمت، یعنی در منظورش فلسفه هست. التي سمت، بله که این یعنی ای علت، این حکمتی که عالی هست، متعالی هست، بلند است، از سمو، از علو. فی الذکر ای القرآن المجید بالخیر الكثير سمیت، این حکمت هست که در قرآن مجید خداوند متعال آن را خیر کثیر اسم گذاری کرده. قرآن کریم خداوند متعال فلسفه را به خیر کثیر اسم گذاری نموده. قال تعالى ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خداوند متعال گفته در قرآن کریم ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولأن الحكمة هي الإيمان المشار إليه بقوله، میگه حکمت ایمان هست که خدا در قرآن گفته المؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهي المعرفة بقول الحكماء الحكمة صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. بله و میگوید که بله خدا حکمت، حالا دیگر اینا حرفای خودشه، دلیل که نمیاره. حکمت بله ایمان هست، و بله چون خدا در قرآن گفته که والمؤمنون کل آمن بالله، مؤمنین همیشه ایمان آوردن به خدا و ملائکه و کتبه و رسوله، و این ایمان معرفت به قول حکما است، و ایمان چیزی نیست مگر این که ایمان آدم ایمان بیارد به قول فلاسفه، قول فلاسفه بله قول فلاسفه چیز الحكمة سيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. بله حکمت اینا همون تعریف فلسفه از ملا صدرا، که آدم یک عالم عقلی بشود شبیه عالم عینی، مساوی با عالم عینی. عالم عینی یعنی دنیای خارج از ذهن، دنیای واقعی، دنیای حقیقی، این عالم عینی. انسان یک عالم علمی بشود در ذهن خودش، در عقل خودش، یک شبیه آنچه که در خارج است عین اون در ذهن آدم باشد، یعنی انسان عالم باشد. پس شما اینجا دیدید دوستان عزیز که ایشان اطلاق کرده حکمت را بر این فلسفه، و این خیلی زیاده در کلام فلاسفه بینندگان عزیز، و خودشان را حکیم می نامند، فنشان را حکمت الهی، و متواترن در کتب ملا صدرا و جاهای دیگر خیلی زیاد که این بله و من یوت الحکم فقد اوتی خیرا کثیرا، این منظور از آن فلسفه می باشد. خب بینندگان عزیز، عرض کردیم که این کیدی بیش نیست و دروغی بیش نیست. به خاطر چی؟ به خاطر این که اولا این که آدم فلسفه بخواند یک عالم عقلی می شود شبیه عالم خارجی، یعنی انسان احاطه علمی پیدا میکند بر تمام خلائق.
تمام اونها را میدانند. بله، حالا با قید قدر وسع انسانی، به قدر توان انسان. این یک حرف باطلیه. بله، فلسفه بجز از خیالات و موهومات و یک سلسله مطالب حق چیز دیگری نیست، و بجز از تناقضاتی که خود این جماعت با هم دیگر نمودن چیز دیگری نیست. و آقای جوادی آملی که این همه فلسفه خوانده، یا آقای حسنزاده آملی اینقدر فلسفه خوانده، خب کتابای اینها را ببینید بینندگان عزیز. این عالم خارج، این همه در دنیا، این همه عجایب و غرایب، این همه اشیاء موجوده، حقایق دنیا هست، کجای اینها؟ کجای کتابای آقای جوادی آملی این مطالب را دارد؟ بحث علت و معلوله، یا بحث مثلا بحث این که نفس انسانی مجرد هست یا مجرد نیست، یا عقول عشره هست؟ این چه ربطی اینا همش موهومات بینندگان عزیز، همش امور باطله هست، همگیش خیالات که اینا پرداختن و فکر میکنن که ما ملا صدرا یک عالم عینی شده، یک عالم عقلی شده شبیه عالم عینی. خب اصل تعریف اینا هم مضحکه، یعنی کسی که یک کمی انسان عقل داشته باشد به این فلسفه اینها نگاه بکند و بعد بگوید که یا ملا صدرا، یا مثلا ملا هادی سبزواری، یا آقای محمد حسین طباطبایی صاحب کتاب تفسیر میزان، یا آقای حسن زاده، یا آقای جوادی آملی، یا آقای محسن غراویان، اینها یک عالم عقلی هستند. اصلا خنده آور مضحکه، شبیه عالم خارج. بله، امیر المؤمنین علیه السلام تمام اشیاء عالم را می داند، عالمون به ما کان و ما یکون. بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می دانند تمام امور را، اونم به تعلیم پروردگار عالم، نه با تعلم از فلاسفه یونان. خب بینندگان محترم، این تعریف اینا باطل، عالم ما با تعریفشان کار نداریم، این تعریفشان یکی از مکاید این جماعت و یکی از دروغای این جماعت. حالا کاری که ما داریم با چیه؟ با این که اینها این را حکمت اسم گذاری کردن، که این حکمت همان حکمته که در قرآن کریم ذکر شده، این همان حکمته. ممیوت الحکمه فقد اوتیه خیرا کثیرا. حکمت در قرآن کریم بینندگان از معنای لغوی حکمت به معنای دانشه، به معنای دانش، دانستن، دانش، اون بله دانایی، اون معنای حکمت لغویش اونه. در قرآن کریم که حکمت آمده، منظور از آن چی می باشد؟ خب آیه این اموری که از یونان وارد اسلام شده، وارد مسلمین شده، منظور این می باشد؟ این خیلی دروغه بینندگان محترم. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمة و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این بله شایسته، بله هو الذی، اون خدا، اون پروردگاری هست که در بین مردم فرستاده یک پیغمبری که خودش از بشره، از ملائکه نیست، از جن نیست، یتلو علیهم آیاته که تلاوت میکند آیات خدا را، و یزکیهم و اونها را پاکیزه میگرداند، و یعلمهم الکتاب و الحکمه با اونها کتاب میاموزد و حکمت میاموزد، و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، و قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم در گمراهی کامل بودند، در گمراهی کامل بودند. حالا حکمتی که در قرآن کریم آمده فلسفه یونان میباشد؟ ابدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فلسفه یونان را تدریس نکرده. یعلمهم الكتاب والحكمة. و این فلسفه، فلسفه یونانی ها اولش در عهد بنی امیه ترجمه شد به زبان عربی از زبان یونانی، و بعد اغلب آن در عهد بنی عباس ترجمه شد و ربط به اسلام ندارد. اگر قرار باشد که بگیم که فلسفه همین، بله فلسفه، این سلسله استدلالات، این فنی که از یونان وارد اسلام شده، این حکمت هست، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکمت بلد نبوده، خیر کثیر نداشته. ائمه خدا علیهم السلام خیر کثیر بلد نبودند، و ولی اونها خیر کثیر نبوده، و خیر کثیر دست یونانی ها هست، در حالی که این کلام باطلی واضح و روشنه.
که بله و حضرت لقمان علیه الصلاه و السلام فیلسوف نبودن و لقد آتینا لقمان الحکمه انا اشکر الله. این که حضرت لقمان علیه السلام معلم فلسفه بودن و فلسفه تدریس میکردن، این هم حرف دروغ و تهمت به ایشانه. خب پس بینندگان عزیز، منظور از حکمت چیه؟ خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بینندگان محترم فرمودن اینی تارکن فیکم من این خطم بهی لن تذلو بعدی عبدا کتاب الله و عطرتی و این الحکیم الخبیر و لقد انبعنی اللطیف الخبیر انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که خداوند متعال به من خبر داده که قرآن و اهل بیت علیهم السلام از هم دیگر جدایی ندارن تا اینکه بر من بر حوض کوثر وارد بشوند. منظور از حکمت چیه دوستان؟ از در قرآن کریم آمده فلسفه هست، اون چیز آن طوری که این جماعت فلاسفه میگویند این کتاب البرهان فی تفسیر القرآن هست، نوشته مرحوم سید هاشم بحرانی جزء اول. بله یوت الحکمت و من یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حدیث اول از مرحوم کلینی روایت میکند که امام صادق علیه السلام فرمودند که و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، منظور از حکمت چیست؟ طاعت الله و معرفت الامام. حکمت اینه که آدم از اوامر خدا پیروی بکند و امام خود را بشناسد، این حکمت. بله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. ان حكمتي كخير كثير هسجيز معرفه الامام سلام الله عليهم واجتناب الكبائر، وادم انك از كبائر از گناهان كبيره اجتناب بكند، التي اوجب الله عليها النار والعقاب، اون گناهان كبيره كه خداوند متعال از براي آن بله عذاب و آتش جهنم را واجب گردانيده، این حکمت می باشد. فلسفه یکی از یونان آمده، چرا دروغ می بندید به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ که منظور از حکمت در قرآن کریم فلسفه یونان است. سألت أبا عبد عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال هي طاعة الله ومعرفة الإمام. بله خب روایات زیاده دوستان عزیز، روایات زیاده. اینجا در کتاب شریف بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی خدا رحمتشان بکند یک بابی دارند به نام باب علومی که آدم در شریعت آمده که آدم اونها را باید یاد بگیرد. این بحار الانوار مجلد اول، بحار الانوار جزء یک، جزء اول طبع مؤسسة الوفا بيروت، صفحه 209، کتاب العلم باب العلوم التي امر الناس بتحصيلها وينفعهم، علومی که مردم را خدا امر کرده اونها را یاد بگیرن و منفعت دارد. و فيه تفسير الحكمه، و در این باب است تفسیر حکمت، که حکمتی که در قرآن کریم مذکوره منظور از آن چیه؟ فلاسفه یونان می باشد یا چیز دیگری؟ بله ذالک در سوره بله در سوره اسراء خداوند متعال فرمود ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این قرآن بله چیزی هست که خداوند متعال به سوی تو وحی کرده و این قرآن حکمت هست، قرآن حکمت، کلام اهل بیت علیهم السلام حکمت، تفقه در دین حکمت. حرام زادگی های فلاسفه حد ندارد بینندگان عزیز. ولقد آتینا لقمان الحکمه قال قد جئتكم بالحکمه و یعلمهم الكتاب والحکمه. بله این حدیث اول را ایشان از کتاب خصال مرحوم صدوق روایت می کند که سلیم بن قیس هلالی گفت که امیر المؤمنین علیه السلام به ابو طفیل عامر بن واثله این چنین می گفت یا ابا طفیل العلم علمان، علم دنو هست، علم لا يسع الناس الا النظر، لا يسع الناس الا النظر فيه وهو صبغة الاسلام، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عز وجل. بله علم دنو هست، علمی که بله
مردم حق ندارن آن را ترک بکنند، حق ندارن آن را ترک بکنند، باید یاد بگیرند. و او علم اسلام هست، تمام علوم دین، تفقه در دین، عقاید اسلام، احکام اسلام، آداب و سنن، سیره ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، معانی آیات قرآن کریم، این صبغه اسلام و یک علمی هست که مردم حق ندارن به آن دخول بکنن. و آن چیست؟ بلی، قدرت الله عز و جل، تفکر در ذات پروردگار عالم، تفکر در ذات پروردگار عالم، تفکر و تعلم این که خداوند، صفات خداوند متعال با ذات او چگونه هست، این ها را آدم فکر بکنه. اصلا آدم، عقل آدم اونجا بلی گمراه می شود. و او اغلب فلسفه همینه، تفکر در ذات خدا هست، یا اغلب عرفان همین تفکر در ذات خدا هست که برای خدا مراتب قائل شدن. یک مرتبه غیب الغیوبی هست، یک مقام شهود هست، حضرت اسماء هست، مقام اسماء و ظهور اسماء هست، اینا همگیش تفکر در ذات خدا هست که این جماعت به جز از زلالت و گمراهی چیزی بر هم دیگر، بر یک دیگر نیفزودند. علامه مجلسی اینجا فرموده المراد بالصبغه هنا علم الله و کل ما یصبغ الانسان بلون الاسلام من العقائد الحقه والاعمال الحسنه والاحکام الشرعیه و قدرت الله تعالی، لعل المراد بها هنا تقدیر الاعمال و تعلق قدرت الله بخلقها، علم القضاء والقدر والجبر والاختیار. حدیث دیگر، ربی من دوستان عزیز، قال امیر المؤمنین علیه السلام ثلاث بهن یکمل المسلم، التفقه في الدین والتقدير في المعيشة والصبر على النوائب. با سه چیز هست که انسان کمال میابد، تفقه در دین، سه چیزه که انسان ناقص با آن کامل میشود. یکی تفقه در دین، تفقه یعنی شناخت دین، منظور از این علم فقه نیست، همونطوری که منظور از حکمت فلسفه نیست، منظور از تفقه در دین در کلام ائمه علیهم السلام علم فقه نیست. فقه بله علم شریفیه، یعنی این که آدم احکام اسلام را بداند، حلال و حرام را بداند، اما تفقه در این فقه اصغره، این در شناخت دین یک جزء کوچکه. عقاید حق، سنن، آداب، سیره ائمه علیهم السلام، قرآن کریم، جواب شبهات مخالفین، این همه اینها تفقه در دینه، تفقه در دینه. متوجه هستید؟ و التقدیر فی المعیشه، بله تقدیر در معیشت انسان، بله در زندگی خود، بله در خرج خودش، در درآمد خودش میانه رو باشه. و صبر علی النوائب، آدم صبر در مصیبت ها بکند. بینندگان عزیز، بعد اینجا درباره حکمت روایات آورده ایشان، بله ایشان از حضرت امام صادق علیه السلام روایت میکند از کتاب تفسیر عیاشی، من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فقال امام صادق علیه السلام فرمودن ان الحکمت المعرفت و التفقه في الدین. حکمت چیست؟ معرفت هست و تفقه در دین، معرفت دین و تفقه در دین، این حکمت، نه فلسفه یونان. بلکه فلسفه یونان اصلا نمیتواند علم باشد، دانش باشد. چرا؟ و این کانو من قبل لفی ظلال مبین. قرآن کریم فرمود من کانو من قبل لفی ظلال مبین، مردم قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله در گمراهی آشکار بودن. و رسول و قرآن کریم می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط نزد پروردگار عالم اسلام هست. و معلومه که اسلام آن چیزیه که پیغمبر فرموده صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه اطهار علیهم السلام فرموده، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هر کسی که دین خود را غیر از اسلام قرار بدهد، براد از غیر مسلمین چیز را بیاورد، قبول بکند، بگیرد، از او قبول نمی شود. و فی الاخرت لمن الخاسرین، در روز آخرت او از زیانکاران هست. پس نه تنها بینندگان عزیز، حکمت، این که حکمت در قرآن کریم آمده منظور از آن فلسفه نمی باشد، بالعکس منظور از حکمتی که در قرآن کریم آمده منظور از آن تفقه در دین می باشد، شناخت اسلام می باشد. با تمام شعبه که عرض کردیم، معرفت دین خدا که دارد، این یکی، این در جانب معنای حکمت. اما فلسفه یونان نه تنها حکمت نیست، نمیتواند حکمت باشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا به خاطر امور باطلی خیلی زیادی که در این فلسفه یونان هست، مانند وحدت وجود که ملا صدرا قائل بان است،
مانند انکار میعاد، مانند انکار جهنم، مانند انکار بهشت، مانند انکار معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مانند امور خیلی باطل دیگر که در این حکمت. آخر حکمت که تنها الهیات نیست، فلسفه که تنها الهیات نیست، فلسفه در امور طبیعیات افلاطون و ارسطو و ابن سینا کلمات خیلی زیادی دارد که همه اونها باطله. مانند این که این افلاک تسعه فلک های نهگانه را که قائل بود ابن سینا و در کتاب طبیعیات اشارات اونجا مفصل اونجا صحبت کرده و ملا صدرا و حکیم سبزواری اینها همگیشون را قبول دارند که میگویند که بله فلک الافلاک محیط است بر نه فلک و این نه فلک بر دور زمین میچرخد و این افلاک بله همگی اینها از یک ماده ای هست به نام اثیر ساخته شده که این ماده شفاف هست اما این از آهن هم سخت‌تر، از این نمیتوان عبور کرد. و بله اینها همگی اینها بله زندجان هستند. این فلک، فلک مثلا مریخ، فلک عطارد و غیر اینها، همه اینها زنده هستند، روح دارن، اینا زنده هستند. خب بینندگان محترم، اونم استدلالش چی؟ استدلال باطل، چون میگه این حرکتش غیر مستقیم، حرکتش در مداره، در محوره، گردا گرده، بله گرد شمس میچرخد، گرد خورشید میچرخد، به این خاطر چون چیزی که زنده جان هست بله او حرکت غیر مستقیم دارد و الا اگر بله یک سنگ را شما پرتاب کنید سنگ مستقیم میرود. پس این که ببین این میگه بدیهیات عقلیه، چون این مریخ دور خورشید میچرخد با حرکت بله مدور، لذا این دلالت میکنه که این زنده هست، این فلک زنده هست، در حالی که همه اینا دروغ باطله. لذا بینندگان عزیز به خاطر این همه دروغی که در این فلسفه یونان موجوده و در و مخالف شرع مقدس، مخالف کلمات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، مخالف عقل، لذا نمیتواند این حکمت باشد. و وقتی که ما در قرآن کریم مراجعه میکنیم، قرآن کریم صریحا میفرماید که قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم در گمراهی بودند. این نمیتواند آن حکمت قرآنی فلسفه باشد. حالا احادیثی، حدیث صحیحی که من برای شما نشان میدم که امام عسکری علیه السلام صریح فرمودند که علمای آخر الزمان بدترین علما هستند، به خاطر اینکه اینها محبت و دوستی دارند و میل دارند به فلسفه و تصوف. بله خب اون رد صریحه بر نسبت به فلسفه و امام علیه السلام در این حدیث صحیح که براتون نشان میدهم فلسفه را به اسم بردند و علمایی که پیرو این فلسفه هستند اونها را شرار العلماء نامیدند. خب نمیتواند این حکمت، آن حکمت قرآنی، این فلسفه باشد. حالا اون را من بعد از یک قسمت مطالبی که خدمت شما به عرض برسانم خدمت شما میرسد. خب این بحث ما اینجا پایان یافت، بحث بیان این کید فلاسفه که حکمتی که در قرآن کریم آمده منظور از آن بله فلسفه این جماعت می باشد. تمام بحث آن پایان یافت الا یک فقره که در حدیثی که امام علیه السلام فرموده در کتاب مستدرک الوسائل و کتاب حدیقه الشیعه، این مستدرک الوسائل مجلد 11 هست، این حدیث هم صحیحه بینندگان عزیز. از امام حسن عسکری علیه السلام علماء هم شرار و خلق الله على وجه الارض، علماء آنها بدترین خلائق بر روی زمین هستند، لأنهم یمیلون، بخاطر اینکه اونها میل دارن به فلسفه و تصوف. خب بینندگان محترم من این واضح و روشنه که پس این فلسفه نمیتواند حکمت باشد. بعد ادله این ادله که بیان کردیم، یکی از مکاید اهل فلاسفه این است بینندگان محترم که اینها فلسفهشان را فلسفه اسلامی می نامند، فلسفه اسلامی یا حکمت اسلامی یا حکمت الهی یا فلسفه الهی، و این هم دروغی بیش نیست، نیرنگی بیش نیست، کیدی بیش نیست. ببینید بینندگان محترم، فلسفه، مبادئ فلسفه، مصادر فلسفه و منابع فلسفه چیست؟
فلسفه اصل و ریشه اش از یونانه، از ملاحده یونان، از اونایی که قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبل از حضرت عیسی علیه السلام در یونان بودند، مانند ارسطاطالیس و غیره، و کتاب های اونها مانده بود در بین یونانی ها. وقتی که مسلمین فتوحات انجام شد، کتابخانه های به دست مسلمان ها افتاد، اینها را ترجمه کردن به زبان عربی و اینها در بین مسلمان ها ترویج شد و بنی امیه و بنی عباس خیلی زیاد پول مصرف کردند و اغلب کسانی هم که ترجمه می کردن اینها را مسیحی بودند، مسیحیان بودند که اینها زبان عربی بلد بودند و زبان یونانی بلد بودند. اینها این کتاب ها را ترجمه کردند در بیت الحکمه ای که مأمون در بغداد تأسیس کرده بود و کتابخانه خیلی عظیمی بود، کارمندان خیلی زیادی داشت، مانند مؤسسایی که فعلا در قم. کار اینها ترجمه بود از زبان عربی، از زبان یونانی و زبان های خارجی و زبان عربی. خب اینها بعد این افکار انتشار یافت بین مسلمین. این اصلشه. اما خود منابع فلسفه و اون چیزی که حجت نزد در فلسفه چیست؟ در فقه مثلا، در شریعت اسلام چی چیز حجته؟ در شریعت اسلام حجته قرآن کریم، کلام اهل بیت اطهار علیهم الصلاه و السلام حجته. اگر امیر المؤمنین علیه السلام به ما فرمودن که نماز صبح دو رکعت دست بسته بخوانی باطله، خب این حجته دیگر، بعد از اون ما دیگر حرفی نداریم. درسته؟ در فلسفه چی چیز حجته؟ در فلسفه چی چیز حجته؟ اینها میگن عقل حجته، خودشان میگن که عقل حجته. حالا این بماند سر جای خودش، در اینجا ما حرف داریم که اینا دروغ میگن، پیرو عقل نیستن، اینا پیرو تناقضات و پیرو تعصبات یونانی ها هستن. این سر جای خودش بماند. بعد بینندگان محترم، مهم اینه که اینها قرآن کریم را اینها حجت نمیدانند و کلام اهل بیت علیهم السلام اینها را حجت نمیدانند، از مصادر فلسفه نیست، از منابع فلسفه نیست. و فلسفه اصلا اساسش همینه که ما با قطع نظر از وحی، با قطع نظر از نقل، با قطع نظر از این که اهل بیت علیهم السلام چی گفته، فقط با براهین عقلی میخواهیم که عالم را بدانیم. چون اگر از قرآن یاد گرفتیم، از اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم دیگر اون وقت تحقیق نیست، اون تقلیده. ما میخواهیم که محقق باشیم، ما میخواهیم که از روی برهان و یقین بدانیم. خب بینندگان محترم، و اینها بله در کلام خودشان، در کلام ملا صدرا یا در کلام مثلا حادی سبزواری، اینها احادیث زیاده، آیات را ذکر میکنند، اما نه به عنوان این که مصدر باشد، نه به عنوان این که دلیل باشد، به عنوان تأییدشان، به عنوان این که کلامشان را تأیید بکنند. و فرق را شما میدانید بین مقام تأیید و مقام استدلال. استدلال اینه بینندگان عزیز که شما یک مطلبی را بر آن دلیل می آورید، حالا دلیل شما هر چی باشد، دلیل شما عقل باشه یا قرآن باشه یا سنت باشه، این را وقتی که ثابت کردید، بعد میگید همین حرف ما را فلان شعر مولوی هم مثلا تایید کرده، فلان حدیث دیگر هم حالا ولو سندش ضعیف باشد در تایید همین مطلبه، چون مطلب شما تقویت می شود اون زمان به عنوان تایید. این فرق استدلال و تایید اینه. تأیید مطلب یعنی به ذاتهی اون دلیل شما نیست، شما اصل مطلبتان را از یک جای دیگر، از یک دلیل مستقل دیگر اون را ثابت کرده اید، حالا برای تقویت این میگید که این مطلب اون را تأیید میکنه. و این خیلی مهم و روشنه که اینها برای تأیید مطالب خودشان از آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام زیاد ذکر میکنن، همونطوری که ابن عربی در کتابهایش فتوحات و غیر آن برای تأیید مشاهدات خودش و مکاشفات خودش و استدلالهای خودش آیات قرآنی را زیاد ذکر میکنه، احادیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله زیاد ذکر میکنه، اما نه به عنوان مصدر اصلی، به عنوان تأیید. و این مطلب را برای شما بگویم بینندگان عزیز که اینها که تأیید ذکر میکنه اغلب یا روایات باطله هست یا اون آیات و روایات در خلاف مطلب اینهاست، در خلاف مطلب اینهاست. و اینا با یک زرنگی خاص اونها را ذکر میکنن، چون انسانای ساده، انسانایی که تخصص ندارن، وقتی که میبینن اونها زود گول میخورن، میگن امیرالمومنین علیه السلام همین چنین فرموده، امام صادق علیه السلام همین چنین فرموده، پس کلام الله صدر حق. توجه هستید؟ تأمل اون در اون روایات و در اون احادیث خودش یک هنره که یا احادیث اینها اصلا دروغه، خود این صوفیه احادیث زیادی بستن
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا اینکه به دور اگر راست هست حدیث صحیحه دلالت بر مطلوب اینها قطعا ندارد. خیلی خوب بینندگان عزیز، مهم اینه که از مصادر فلسفه نه قرآن هست و نه سنت. پس چطور این شده فلسفه اسلامی؟ میگن فلسفه اسلامی حکمت اسلامی. فیلسوف شیخ فلاسفه اسلام ابن سینا، فلسفه اسلامی. در فلسفه اسلامی و خیلی از مقبل جوانها و خیلی از روشن فکرای که مذهبی هستند و التزام به دین دارند، به خاطر این که در برابر غرب بیستند، در برابر کمونیست ها بیستند، مثلا خوششان میاد که ما در اسلام یک چیز، یک فلسفه داریم و اون را علم بکنن در برابر فلسفه غرب یا در برابر فلسفه کمونیست ها به نام فلسفه اسلامی. در حالی که بینندگان عزیز، یک چیزی که اسلامی باید باشد و ملاک آن چیه؟ یک چیزی که ما نسبت بدیم او را به اسلام، به شریعت، به دین خدا، ملاکش اینه که او را یا خدا در قرآن گفته باشد یا اهل بیت علیهم السلام فرموده باشد. اگر قرآن و اهل بیت علیهم السلام نفرمودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودند، دیگر او اسلامی نیست. حالا شما بینندگان عزیز، در کلام فلاسفه شیعه اگر مراجعه بکنید، مانند آقای مطهری و امثال ایشان، اینها ملاک اسلامی بودن این را چه قرار میدن؟ میگن در حوزه اسلام پرورش یافته این فلسفه. میگن درسته اصلش از یونان هست، از یونان آمده، اما وقتی که وارد اسلام شده، در بین مسلمان ها ترویج شده، اون وقت مسلمان ها مانند فارابی، مانند ابن رشد، مانند ابن سینا و امثال آنها، اینها آمدن در این زمینه تحقیقات زیادی انجام دادن و اون را گسترش دادن و وسعت بخشیدند. خب این کلام اونها تا یک اندازه شاید درست باشه. کتاب های ابن سینا شاید خیلی متقن‌تر تا کتاب های ارسطو، کتاب های ابن سینا خیلی متقن‌تر تا کتاب های فارابی مثلا شاید، و این مطلبش شاید درست باشه. اما این که مسلمان ها اگر یک کاری را انجام دادن، اون ولی این ملاک اسلامیت نمی شود. بینندگان محترم، مسلمان ها مثلا، شما الان مسلمان ها موسیقی هم دارن، شما اسم اون موسیقی را میدن موسیقی اسلامی بگذارید، کشورهای عربی موسیقی دارن. این موسیقی کشورهای عربی یک مقدارش قبل از اسلام بوده، یک مقدارش از غربی ها در این عصرها گرفتن، موسیقی هم دارن، رقص هم دارن، ولی این چون مسلمان ها انجام میدهد و در حیطه فرهنگ مسلمین پرورش یافته، این ما نمیتونیم بگیم اسلامیه، پس این موسیقی اسلامی. درسته؟ این که مسلمان ها یک کاری را انجام بدهند، این ملاک اسلامیت نیست. ولی ما میتونیم بگیم این فلسفه فلسفه ای هست که اصلش از یونان آمده، بعد عده‌ای از مسلمان ها روی این کار کردند، اما این اسلامی نیست. اسلام یعنی دین خدا، اسلام یعنی فرمان خدا، اسلام یعنی فرمان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، و دیگر مصدری برای اسلام غیر این دو تا نیست، غیر این دو تا نیست. و این که اگر شما الان کسی بگوید که عقلم یکی از منابع شرع هست، بینندگان محترم، کلا ابدا، عقل از منابع شرع نیست. این مطلب در جای خودش بماند، عقل بله از منابع شرع مقدس نیست. عقل اگر در فقه صحبت میکنیم، فقط براءت عقلی کسانی که صحبت کردن، یا مثلا در بعضی جاها استصحاب عقلیون هم اگر صح ثابت بشود، و الا این کلام علمای عامه هست، علمای عمریه هستند که اونها بله کتاب را، سنت را، بعد عقل را، بعد اجماع را، بعد بله قیاس را و استحسان را، مصالح مرسله را، اینا را همش از مصادر شرع قرار دادن. نزد ما مسائل مصادر شرع نیست، نزد ما بله عقل فقط یک آلت و یک ابزاره که با وسیله آن ما میتونیم حق را از باطل تشخیص بدهیم. یعنی این مطلبی که به ما گفته شد، آیا این حقه یا باطله، عقل اینجا میتواند حکم بکند. این مطلبی که من شنیدم، من یاد گرفتم، من خواندم، این حق یا باطل؟ حق. عقل اینجا میتواند قضاوت بکند و خوب میتواند قضاوت بکند که این حق یا باطله. اما عقل خودش بدون اینکه کسی به او چیزی بگوید، از پیش خودش یک چیزی در بیاورد، اینطوری نیست. شما خودتان به وجدان خودتان مراجعه بکنید، عقل بشیند پیش خودش، بله پیش خودش یک حکمی را بیافریند که این جزء اسلامه،
یا مثلا از پیش خودش باید فکر بکند که فلان چیز صفت خدا هست، قضا و قدر معنایش این است. از پیش خودش بدون اینکه کسی چیزی به او یاد بدهد، عقل این قدرت را ندارد. عقل بله یک سلسله استعدادها و توانهایی دارد، اما این استعدادها و توانها یک محدودیت هایی هم دارند. از جمله محدودیت های عقل این است که از پیش خودش چیز را منبع چیزی نیست. از پیش خودش زورکی از پیش خودش معارف بزاید عقل اینطوری نیست. عقل فقط قدرت قضاوت که صدق و کذب قضیه را خوب تشخیص بدهد، این خیلی عالی. ولذا به خاطر این که شأن عقل این است، عقل احتیاج به معلم دارد. عقل احتیاج به معلم دارد که فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام خودش ببیند. که در احادیث و روایات آمده که منظور اینه که علمتان را از کجا یاد میگیرید، دانشتان را از کجا یاد میگیرید. این و قرآن واجب گردانیده که شما معلم شما کیست، این را باید ببینید. لذا بینندگان عزیز، خیلی لازم و ضروریه که این براهین و استدلالات عقلی را ما از کجا یاد بگیریم؟ از قرآن یاد بگیریم، از سنت یاد بگیریم، از اهل بیت اطهار علیهم السلام یاد بگیریم، یا از صوفیه. یک صوفیه حرامیه بچه باز آمده میگه من مکاشفه کردم، در مکاشفه در خواب این چیزا رو دیدم. ولد و زنا، تو خودتو چی هستی؟ خودتو یک حرامزاده چرسیه، حشیشیه، معتاد، بنگیه، پدر سوختهیه، کافر. تو حالا مکاشفه کردی، تو خودتو چی باشی که مکاشفه تو باشی؟ چی باشه تازه که ما بیایم حرف تو را قبول بکنیم؟ بله، متوجه هستید بینندگان محترم؟ حالا در اصل قضیه برگردیم. حکمت اسلامی میگوین، حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی. خب به چه ملاک این اسلامیه؟ با کدام ملاک این اسلامیه؟ شما از اصل فلسفه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ائمه اطهار علیهم السلام نیست. این را که خود فلاسفه قبول دارن، خود آقای جوادی عاملی، حسن زاده عاملی قبول دارن. از مصادر فلسفه هم که قرآن و حدیث که نیست، این هم که ما میدانیم. اون وقت که بله، شما این فقط حرف شما اینه که در حیطه فرهنگ اسلامی و در حیطه ثقافت اسلامی و حضاره اسلامی این فلسفه از یونان آمده بعد پرورش یافته، این مطلب تا حدی درسته، اما این ملاک اسلامی بودن نمی شود. ما نمی تانیم این نسبت به اسلام بدیم. می تانیم بگید بله، فلسفه ابن سینا که اصلش از ارسطو گرفته، یک مقدارم از پیش خودش اضافه کرده. فلسفه ملا صدرا که اصلش مثلا یک مقدارش از ابن عربی هست، یک مقدارش از ملا صدرا هست، اینا رو آورده با هم آمیخته. این درسته، اما اینا نسبت دادن به اسلام، این یک کیدی بیش نیست، یک دروغی بیش نیست، یک نیرنگی بیش نیست. مسلمان ها اگر یک کاری را انجام بدهند، مثلا در حیطه فرهنگ اسلام انجام شده، یعنی چی؟ در این کشورهای اسلامی یک کاری انجام شده، این اسلامی نمیشود، ملاک اسلامیت نیست. مسلمان ها امروز موسیقی دارن، مسلمان ها امروز رقص دارن، مسلمان ها امروز بله فیلم دارن، این مسلمان ها امروز بله طرز لباس پوشیدن دارن، خیلی چیزها هست. اینا رو نمیتوان به اسلام نسبت داد که این پس حکم اسلام اینه. مسلمان ها خیلی کارا انجام میدن، بعضی کارها اینا مطابق شرعه، اگر مطابق شرع بود اهل بیت علیهم السلام فرموده بود بله اسلامی، اگر نبود نه اسلامی نیست. متوجه شدید بینندگان عزیز؟ این کید را هم برای شما بیان کردم. از مکاید جماعت صوفیه بینندگان عزیز که قبلا با آن اشاره کردیم، کید سوم این جماعت را هم بیان بکنیم، بعدش بریم سراغ تلفن های شما. از مکاید جماعت صوفیه و عرفا این هست بینندگان محترم که در جامعه شیعه، در بین شیعه که عرفا فعلا خیلی زیاد نفوذ پیدا کردن، صوفیه خیلی زیاد نفوذ پیدا کردن، اهل تصوف خیلی زیاد نفوذ پیدا کردن، و بعد از این که این انقلاب شوم و این انقلاب خبیث به رهبری خمینی در این ایران پیروز شد، و خمینی خودش یک صوفی بود و پیرو ابوبکر ابن عربی زندیق بود، دیگر تصوف به صورت خیلی گسترده بین شیعیان رواج پیدا کرد، خیلی زیاد، و دیگر حوزه علمی قوم امروز مرکز تصوف هست و مرکز عرفان هست، و این علوم و این فنون در اونجا به صورت آشکار و روشن تدریس می شود، کتاب های اینها چاپ می شود. کسانی که متخصص در عرفان هستند، در فلسفه هستند، ادعای مرجعیت می کنند و نظام فاسد ایران هم از اونها حمایت می کنند.
و علما عموما یا ساکتند عموما، یک عده کمی هم بعضی وقتا هم به چی میگن اون یک مسئله ایرانی است، هم به نعل میزنن هم به میخ، یک عده خیلی کمی هم به نعل میزنن هم به میخ، و یک عده خیلی اقل قلیل واقعا بیچاره ها جهاد میکنند، صحبت میکنند و مناظراتی دارند که خدا اونها را حفظ بکنه. آقای آیت الله حسن میلانی که خیلی مرده وارسته ای هست، من ایشان را از نزدیک نمیشناسم اما بعضی از آثار ایشان را دیدم، زحمت کشیدند ایشان و خیلی شجاعت دارند ایشان و جهاد نمودند در این باب. اما اغلب علما بله دیگر در این قسمت عکس العملی از خود نشان نمیدهند. و امروز بینندگان عزیز، شما در حوزه علمی قم حق ندارید اسم آقای جوادی آملی را به سبوکی ببرید، یا اسم حسن زاده را، و یا اسم آقای محمد حسین طباطبایی را، یا سید علی قاضی را، همسال اینها را. اینها دیگر خدایان حوزه علمی شدند اینها. بله گویا این که اگر شما بر علیه اینا صحبت بکنی، یعنی عرفان یک امر مسلم، یک امر واقعا، یعنی عرفا یک قشری هستند که اینها به لب اسلام رسیدند، بقیه مردم بقیه علماء الدین اینها فقط قشری هستند، اما عرفا این یک گل معطری هست که این عطر این گل را هیچ فن دیگر ندارد، و هر اگر از عطر این گل به فنون دیگر سرایت بکنند اونم یک مقدار دلنشین می شود، و الا هیچ گونه کشش و جاذبه‌ای ندارد. نه اینچنین شده نزد مردم عوام الناس بینندگان ما. و اگر شما بر علیه عرفان صحبت بکنید، گویا بر علیه امام صادق علیه السلام صحبت، یک آدم نادان متعصب، یک آدمی که اسلام را نشناخته، متحجر مقدس، بله خشک مقدس، زاهد نما که نفهمیده این چنین. یا سبحان الله. خب الان من مکاید صوفیه را برای شما بیان میکنم در این جلسه، یک مکیده اینها، یک کید اینها، یک نیرنگ اینها. از نیرنگ های خیلی واضح و آشکار جماعت صوفیه در بین شیعه این است که اینا خودشان را صوفی نمی نامند، عارف می نامند. این هم فقط در مکالمات و سخنرانی ها و مقاله هایی که برای عوام الناس نوشته می شود، کتاب هایی که برای عوام الناس نوشته می شود. اما کتاب هایی که برای خواص می نویسند، به زبان عربی می نویسند، کتاب های فنی می نویسند، در اونها ابایی ندارند که خودشان را اهل تصوف بنامند. چرا؟ بینندگان محترم، فرق تصوف و عرفان چیست؟ فرق تصوف و عرفان فقط و فقط در این است که در بین شیعه متصوفه خودشان را عارف می نامند، اون هم در بین عوام الناس، در بین عوام الناس فقط. در کتاب هایی که مثلا برای به زبان علمی می نویسند که می دانند که این را مردم عامی نمی توانند بخوانند و نمی توانند استفاده بکنند، در اونجا هیچ ابایی ندارند، خودشان را اهل تصوف بنامند، مانند کتاب های ملا صدر، مانند کتاب های آقای سید جلال الدین آشتیانی، مانند کتاب های آقای خمینی مثلا مصباح الولایه، مانند این کتاب ها. اونا می دانند که این چون اینا زبان خاص خودش را دارن، هر کسی که این کتاب ها را بخواند نمی فهمند. اینا اولاد اینجنن اولاد حرامند، یک طور می نویسند که اون خواندن اونم یک هنره، کسی که تا آشنا نباشد خوب نمی فهمد که اینا چی گفته. در اون کتاب ها اینها مثلا خودشان را صوفی بنامند، از خودشان را تصوف بنامند، یا تصوف و عرفان را عطف تفسیری بکنند، هیچ گونه ابایی ندارند. و شما نمونه اون را خیلی زیاد در کتاب های مثلا سید جلال الدین آشتیانی، در کتاب اسفار ملا صدرا، نمونه های زیاد در ملا صدرا نیست اما نمونه هایش موجوده، در کتاب سید جلال آشتیانی زیاده، در کتاب آقای خمینی موجوده، در کتاب های دیگر زیاده. اما این جماعت وقتی که در بین عوام الناس شیعه صحبت میکنند، خودشان را صوفی نمینامند. کتاب اگر به زبان فارسی آسان بنویسند، مقاله در مجلات بنویسند، سخنرانی در مساجد بکنند، سخنرانی در کنفرانس ها، در سیمینار ها، در دانشگاه ها بکنند، ابدا خودشان را مثلا هیچ وقت نمیگن که آقای خمینی یک صوفی بود، میگن آقای خمینی یک عارف بود. هیچ وقت نمیگن که مثلا علی قاضی طباطبایی یک صوفی، میگه نه عارف بود، عارف واصل بود. ملا قلی علی جولا، ملا قلی جولا عارف واصل،
سید احمد کربلایی عارف بود، صوفی ابدا نمیگوید، صوفی نمیگوید. بله، فنشان هم فن عرفان نه تصوف. بله، عرفان اسلامی یا قهرمان بزرگش که اسمه ابو بکر ابن عربی، محی الدین ابن عربی. بله، ملا جلال رومی میگن که عارف واصل، شاعر بزرگ، فلان فلان فلان، نمیگن که صوفی بود. خب دوستان عزیز، فرق این دو در چیه؟ وقتی که شما بین عمریه میرید، اونها ابایی ندارن از این که خودشان را صوفی بنامن، کاملا همیشه تا امروز هم خودشان را صوفی مینامن. سلسله نقشبندیه، سلسله قادریه، خدمت شما به عرض برسانم که سلسله ها خیلی زیاده در بین عمریه، صدها سلسله موجوده. و این سلسله شاذلیه که در مغرب عربی زیاده، و بله سلسله تیجانیه، اینها منشعب شدن و سلسله های خیلی زیاد. هر شیخ طریقت عرض کردن برای شما، خودش یک پیغمبر، اینا همیشون خودشان را صوفی مینامن. اونهایی که هم عرفان نظری را تدریس میکنن، مینویسن تصوف، ابایی ندارن خودشان صوفی بنامن. و این مسئله زیاد استدلال نمیخواهد برای خواص، کسانی خواص که شبکه را نگاه میکنن، نخبگان و فرهنگیان، برای اونها این مسئله از واضحاته. اما برای عوام الناس اونها واقعا این یکی از مصائبه. عوام الناس شیعه، چون این جماعت صوفیه و عرفا اینقدر فعلا قدرت دارن، نفوذ دارن، و اینقدر اینا حاکمیت دارن بر تمام رسانه های شیعه، منبرهای شیعه، تألیفات شیعه، مجلات شیعه، یعنی بر تمام طرق اطلاع رسانی شیعه اینقدر اینا حکومت دارن و نفوذ دارند که واقعا عوام الناس فکر میکنن تصوف و عرفان دو چیزه. یعنی تصوف یک چیز بد مردوده، انحراف داره، اما عرفان نه، عرفان شیعی، عرفان آقای خمینی، عرفان ملا علی قاضی طباطبایی، هاشم حداد، این عرفان خوبه. در حالی که همین سید هاشم حداد، خب اون آقای تهرانی کتاب نوشته روح مجرد، در اونجا میگوید که قصد تایه ابن فارز را میخواند و خیلی وجد به وجد میامد و خیلی تعریف میکرد، کتاب فتوحات را میخواند خیلی به وجد میامد، یعنی از لحاظ نظری کاملا هم عقیده هست با ابن فارز و با حافظ و با ابن عربی. حالا طریقت هر کسی فرق میکند، طرق صوفیه خیلی زیاده در اینها، و ابن فارز یا ابن عربی، خب اینا معلومه که اینا صوفی هستن و متصوف هستن. دوستان عزیز بیننده، حالا من یکی دو مورد برای شما نشان میدهم. این دوستان عزیز بیننده کلام کتاب آقای مطهری هست، کلیات علوم اسلامی، کلام عرفان حکمت عملی، آثار استاد مرتضی مطهری، کتاب های آقای مرتضی مطهری. این آقای مرتضی مطهری هم بینندگان عزیز، ایشان هم پیرو فلسفه بوده و از لحاظ عقیدتی کمی مشکل داشته بنده خدا، اما شیعه اهل بیت علیهم السلام بود. حالا شاید اهل بیت علیهم السلام از ایشان شفاعت بفرمایند روز قیامت. این هم خدمت شما عرض بکنم که اینطوری نیست که تمام اینهایی که پیرو فلسفه بودن اینها کافر و ملعون بودند. مثلا آقای شعرانی استاد آقای حسن زاده عاملی، اینها این گرچه پیرو فلسفه هست و هم سالیشان، اما اینها ته دلشان این حق، و خود آقای شعرانی یک جایی میگوید در کتابش، حالا یادم رفته، بلکه اینا یکی از اساتید برای من نقل کرد که میگوید که من در تمام امور عقیده من همانه حالا که آل محمد علیه السلام فرموده. گرچه اینها به ظاهر مثلا امین آقای هست، محمد حسین طباطبایی یا آقای مطهری، اینها خب خیلی اینا طرفدار فلسفه هستند و پیرو فلسفه هستند و در نشر فلسفه در بین شیعیان خیلی نقش بازی کردند، اما در این حال هم اینا اهل بیت علیهم السلام را قبول دارند. در این حال اینا خودشان هم بله، این مسائلی که من مطرح میکنم برایشان مطرح بوده نبوده، اینا زیاد برای ما واضح نیست، کسی حجت را بر اینا تمام کرده نکرده. علی کل حال این جماعت مانند آقای صاحب کتاب صاحب میزان یا مانند آقای مطهری، اینها که در این حال میگن ما اهل بیت علیهم السلام را قبول داریم و در این حال میرن یک سلسله مباحث را از دشمنان اهل بیت علیهم السلام میگیرن، دیگر اینا واقعا مفلوک الحالند، در این شکی نیست، واقعا اینا بیچاره اند، گمراهند،
و در اینکه مشرک هستند، در اینکه یعنی در مصدر هدایت اینها شریک قائل شدند بین اهل بیت علیهم السلام و بین ملاحده و صوفیه، در اینجا در از این باب مشرک در ولایت هستند، در اینها شکی نیست، در اینها شکی نیست. اما در این حال اینها کسانی بودند که اهل بیت علیهم السلام را دوست داشتند و در مجالس اعضا گریه می‌کردند. همین آقای محمد حسین طباطبایی صاحب کتاب تفسیر میزان در مجلس امام حسین علیه السلام میگن خیلی گریه میکرد بنده خدا. بله، لذا از این جهت بله این کارایشان خوبه، لذا حکم اینا نزد پروردگار عالم، روز قیامت خدا با اینا چی معامله ای میکند اون خدا میداند. خدا خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا مهربانه، خدا توبه تائبین را قبول میکند و خدا از تقصیر مردم میگذرد، شاید توبه اینها را قبول کند پروردگار عالم. اما مهم اینه که در گمراهی این جماعت شکی نیست، گمراهی این جماعت شکی نیست و عدم شناخت اینها از مذهب اهل بیت علیهم السلام خیلی واضح و روشنه. اینکه آقای مطهری یا آقای محمد حسین طباطبایی و امثال اینها از مذهب اهل بیت علیهم السلام شناخت اینها خیلی سرسری، خیلی و خیلی خاطع بوده، خیلی اشتباه بوده، در این شکی نیست. بینندگان محترم، حالا برگردیم به کلام آقای مطهری. این کتاب آقای مطهریه، در این کتاب بینندگان عزیز در قسمت فلسفه، این قسمت کلام است، بعد قسمت فلسفه را ایشون شروع میکنه. این عرفان، قسمت عرفان، عرفان و تصوف، فرق عرفان و تصوف چیست؟ درس اول، یکی از علوم که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است. اینم دروغه دوستان عزیز. اصل مطلب اینه که وقتی حالا این خودش یک وقتی بحث میخواد مفصل که به خدمت شما بحث بکنم، تحقیقات خودش را میخواد. وقتی که فتوحات گسترش یافت، مسلمان ها جاهای مختلف را فتح کردن، خیلی زیاد از راهبان مسیحی و از این زاهدان یهودی اینها به اسارت گرفته شدند، یا از زاهدان و راهبان و موهبان زرتشتی ها اینها به اسارت گرفته شدند و اینها آمدن بین مسلمان ها و اینها راهب ها، کار اینها همین زهد در دنیا بود و اینها نگرش خاصی در نسبت به تصوف داشتن، نسبت به عرفان داشتن. و شما میدانید عرفان مخصوص اسلام نیست، در مسیحیت عرفانش خیلی وسیعه، عرفان مسیحیت الا ماشاءالله وسعت دارد، عرفان در دین هندوها بودایی ها خیلی وسیعه و کلامشان خیلی شبیه همین کلام حرفای صوفیای مسلمان هست. اینها که وارد مسلمان شدن و در اسلام آمدن، اینها تا صدها سال بر اون طریق خود ادامه دادن، این راهبان مسیحی و یهودی و غیره اینها، و مسلمان ها از اونها چیزایی یاد گرفتن. و این کسانی که بله صوفیای اول در اسلام ظهور کردند، مانند سفیان ثوری و غیره اینها، اینها انسان های منحرفی بودن، اهل بیت علیهم السلام اونها را لعنت کرده و این منشأ اینها از اونجا می باشد. البته این قول یک عده از محققین، یک عده از محققین قولشان اینه، یک عده دیگر هم میگن که نه، صوفیا خودشان اینا کسانی بودند که بعضی از احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در زهد و در عبادت و در اینها دیدن، اینا زهد عبادت را پیشه کردند و بعد هم این چون این زمان گذشت و طول زمان گذشت، در بین اینها افکار یونان و افکار فلاسفه رسوخ یافت و اینها بعضی اینها قائل به اتحاد شدن، قائل به حلول شدن، قائل به وحدت وجود شدن، اینها بعدان به وجود آمد. حالا این خود این حرف بله تحقیق زیاد میخواد، اما چون آقای مطهری و امثال اینها از متصوفه و فلاسفه اینها غیرتی دارن در مقابل غرب، یعنی غیرت بیجا که ما باید از فرهنگ اسلام دفاع بکنیم. ما ملزم نیستیم بینندگان عزیز که از هر کاری مسلمان ها کرده دفاع بکنیم، از فرهنگ اسلام، از تمدن اسلام دفاع بکنیم. نه، تمدن اسلام در خیلی از جاها از وحشی ترین تمدن هاست. کارهای مسلمان ها که کرده اند بله باعث ننگ بشر هست بلا شک و بلا ریب. اسلام یعنی دین خدا، آنچه خدا و اهل بیت علیهم السلام فرمودند آن بله درست و صحیح. اما ما بیاییم اینجا بله از فرهنگ اسلام و از تمدن اسلام و در برابر غرب دفاع بکنیم، این یک کار انسان‌های جاهله. حالا آقای مطهری این چنین می‌فرماید، یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است.
درباره عرفان از دو جنبه می توان بحث و تحقیق کرد، یکی از جنبه اجتماعی و دیگر از جنبه فرهنگی. عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فلاسفه، ادبا، شعرا یک تفاوت مهم دارند. معنی این که علاوه بر اینکه یک طبقه فرهنگی هستند و علمی به نام عرفان با وجود آوردن و دانشمندان بزرگی در میان آنها ظهور کرد و کتب مهمی تألیف کردند، یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام با وجود آوردند با مختصاتی مخصوص به خود، برخلاف سایر طبقات فرهنگی از قبیل فقها و حکما و غیرهم که صرفا طبقه فرهنگی هستند و یک فرقه مجزا از دیگران به شمار نمی روند. اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند به عنوان عرفا و هرگاه به عنوان اجتماعی یاد شوند غالبا با عنوان متصوفه یاد می شوند. خب فرق عرفان و تصوف را ایشان چی گفته؟ فرق عرفان و تصوف اینه: عرفان اسم هست که از لحاظ علمی، یعنی جنبه علمی این طبقه را مشخص می سازد، و تصوف و صوفیه جنبه اجتماعی اینها را، و این تفریق باطلی. فرق عرفان و تصوف این نیست. یا یعنی البته این مطلب را بگم که آقای مطهری اعتراف میکند که عرفان و تصوف یکیه، اما وقتی که ما عرفان میگیم یعنی جنبه علمی علم عرفان، و وقتی تصوف میگیم جنبه فرهنگیه و جنبه اجتماعیه متصوفه، چون اینا اهل خانقاه هستن، اهل پیری و مریدی هستن، اهل مثلا رقص، بعضی از این طریق ها می رقصن. خب طرقش صوفیه با هم دیگر خیلی تفاوت داره، می دانید دیگر بعضی از اینها خیلی مثلا در زهد در دنیا خیلی بر مثلا گرسنگی را میگه، آدم گرسنگی بکشد، آدم گرسنه بماند. این آدم کسی که گرسنه بماند مانند اینه که در خون خودش در راه خدا در جهاد می غلطد. گرسنگی کشیدن را بعضی اینها خیلی تاکید میکنند. بعضی از اینها مثلا عبادات شاقه را خیلی تاکید میکنن. بعضی از اینها میگن نه عبادت چیه، باید برقصید، مانند مولوی ساس میزنه نهی میزنه میرقصن گرد هم که این عبادت خدا در این رقصه. بعضی از اینها از کار میگن، دور هم حلقه میشنن از کار میگوین. خلاصه اینها وقتی که میگن اینا یک طبقه اجتماعی هستن، به خاطر اینه که هر شیخ و مریدهایش یک کارهای مخصوص خود را انجام میدن. بله او از این جهت بله میگه اگر ما اون جنبه اجتماعی را به نظر بگیریم صوفیه، اگر جنبه علمی را به نظر بگیم عرفان. این تفریق باطله، درست نیست. گرچه در ضمن این کلامیشان اعترافه که عرفان و فلسفه یک چیز، عرفان و تصوف یک چیزه. پس فرق عرفان و تصوف چیست دوستانه؟ فرق عرفان و تصوف چیز دیگری نیست، فقط همین کید صوفیه هست. بینندگان عزیز، یک فریبی بیش نیست که تصوف در بین عمری، در بین شیعی، اینها در بین عوام شیعه خودشان را صوفی نمی کنند، خودشان را عارف می نامند، و الا فن اینها اسمش تصوف هست. فن جماعت صوفیه اسمش تصوف می باشد و در این خلافی وجود ندارد. و کتاب های ملا صدرا و غیر آن، کتاب های سید جلال آشتیانی غیر آن، خیلی زیاد شواهد بر آن موجوده و دلایل بر آن موجوده. و دیگر این چون مطلب از واضحاته، من دیگر بیشتر از این توضیح نمیدهم. برای خواص از واضحاته، برای عوام الناس دیگر من بله بیشتر از این توضیح لازم نمیبینم. اگر کسی دلیل بیشتر خواست یا دلیلی دارد که فرق بین عرفان و تصوف موجوده، بیان بکند. مثلا از عرفای بزرگ جماعت، حالا ببینید، ملا عبدالرحمن جامی هست، این کتاب نفخات الانس، نفقات الانس من حضرات الانس، تألیف ملا عبدالرحمن جامی، نفقات الانس من حضرات القدس، تألیف عبدالرحمن جامی، انتشارات کتاب فروشی محمودی. در اینجا دوستان عزیز ببینید، در این مقدمهش خیلی طولانیه، این یک آقایی بوده بنام کیف مقدمهش مالکی مهدی توحید پور، حالا نمیدونم کیه، ایشان خیلی ماشاءالله اینجا مقدمه طولانی نوشته. بعد در متن خود نفخات وقتی میرسید نوشته خود ملا جامی، بله صفحه 8 اونجا در باب تصوف ایشان صحبت کرده. اینه بدایت کتاب، اینه مقدمات و اصول اول کتاب، در صفحه 8 اینجا: القول فی معرفت الصوفی و المتصوف والملامتی والفقیر والفرق بینهم. صوفی کیست؟ متصوف کیست؟ ملامتی کیست؟ فقیر کیست؟ فرق بین اونها چیست؟
قسم اول مرتبه واصلان و کاملان و آن طبقه علیا هست، یعنی صوفی متصوف. قسم دوم مرتبه سالکان طریق کمال و آن طبقه وسطا هست. ملامتی کیست؟ مرتبه مقیمان و وحده نقصان و آن طبقه سفلا هست. واصلان مقربان و سابقانن و سالکان ابرار و اصحاب یمین و مقیمان اشرار و اصحاب شمال و اهل وصول بعد از انبیا صلوات الله علیهم دو طائفن. اول مشایخ صوفیه که با واسطه کمال متابعت رسول الله صلی الله علیه و آله مرتبه وصول یافتن. یعنی دوستان عزیز، تصوف این جماعت خودشان، یعنی بزرگان این جماعت تا همین عصر همگیشان خودشان را صوفی می نامند. در بین شیعه این جماعت خودشان را عارف می نامند. حالا علتش را هم بیان می کنم که علتش چیه و این از زرنگی این جماعت. لذا شما در کتاب های بله ابن عربی و غیر آن عرفان را فقط به عنوان صفت برای تصوف پیدا می کنید، نه به عنوان اسم. شما می دانید فرق است بین اسم و صفت. مثلا اسم من چیست؟ حسن. شما الان مرا مدح بکنید، میگید حسن مثلا سخنرانه، این سخنران صفت من است، پیشه من است مثلا. یا مثلا اسم فلان آقا چیه؟ مثلا میگید اسم ایشان هست بله علامه حلی. اسم الحلی مثلا لقب ایشان حلیه. اسم ایشان حسن هست، حسن ابن المطهر الحلی. اسم ایشان حسن ابن المطهر الحلی. حالا تعریف میکنید، میگید که عالم بزرگوار، فن این فن سیر و سلوک چه عملی و چه نظری آن که در بین شیعیان رواج یافته، اسم آن تصوف است. عرفان عموما در بین کلام بزرگان این طایفه به عنوان صفت تصوف بیان می شود. صفت تصوف که وقتی که می گوین یعنی معرفت. عرفان یعنی معرفت، شناخت. که تصوف، تصوف خودش یعنی پشمینه پوشیدن، پوشیدن پشمینه، پشم پوشیدن. بله، چون اینا از باب زهد بله پشمینه می پوشیدن، سابقا لباس پشمی می پوشیدن که ما زاهدیم، به عنوان زهد و تربیت نفس و ریاضت کشیدن. متوجه که این کار باعث شناخت می شود، آدم به حقایقی می رسد، شهود و مکاشفه پیدا می شود. این را به عنوان عرفان، به عنوان صفت برای اون ذکر می کردن. نه اینکه این دو فن باشد، یکی صوفی باشد که بده، یکی عارف باشد که خوبه. این طوری نیست بینندگان محترم. عرفان و تصوف عین آن است. درسته این مطلب، این مطلب درسته که صوفیه طرق خیلی متعدد دارد، طرق اینها خیلی زیاد و خود اینها میگن طرق الى الله بعدد انفاس الخلائق، که اینم عرض کردم که این حدیث و روایت نیست، این خود این جماعت درست کردن به خاطر اینکه اینها هر بدی را بکنند بگویند که اینم راه خدا هست. به خاطر اینه، چون هر شیخی خودش عرض کردم که چون مبنای اینها بر کشف و مشاهده و شهود هست، هر شیخ طریقت خودش یک پیغمبره، خودش یک شریعتی دارد. اینها به اینها اختلافات خیلی زیاده و فضایح اینها خیلی زیاده، ولی زا بعضی وقتا که اینها مثلا جماعت سیر و سلوک بخوان یک عده را بگوین بعدم میگن اونا صوفیان، ما خوبیم، ما عارفیم. مهم اینه بینندگان عزیز که نزد بزرگان این طائفه، چه شیعه آن و چه عمری آن، این فن اسمش تصوف هست. حالا چرا این جماعت در بین شیعیان خودشان را عارف مینامند و در بین عمریا و اینها تا امروز به نام صوفی شناخته میشوند؟ علتش چیه دوستان هست؟ علتش اینه که ائمه اطهار علیهم السلام صوفیه را لعنت کردند. در کتب عمریه روایات نقل کردند در مدح صوفیه، در مدح صوفیه. حالا مثلا در همین کتاب نفخات الانس و این روایات خودش علمای عمریه قبول ندارن، اما صوفیه اونها نقل کردن. حالا من به عنوان نمونه نشون میدم، در همین کتاب نفخات الانس من حضرات القدس عبدالرحمن جامی که مقدمه آن مهدی توحید پور هست، عن انس عن رسول الله صلی الله علیه و آله من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا على الله عز وجل ان يكسوه ثوبا من جرب حتى تساقط عروقه إن الأرض لا تعج إلى ربها من الذين يلبسون الصوف رياء. بله من روايات هم دیده بودم که در مدح صوفیه بود. بله حالا در اون روایت در نزد من نیست، اما در کتب عمریه آمده روایاتی در مدح تصوف.
خب بینندگان محترم، اما در کتب شیعه روایات آمده در مذمت تصوف و در ذم تصوف. بینندگان محترم، من یک حدیث صحیح برای شما نشان میدم. این حدیث صحیح را قبلا هم برای شما خواندم. ببینید دوستان عزیز، در کتاب شریف مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوشته مرحوم مرزا حسین نوری تبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، در اینجا این مجلد 11 هم، مجلد 11 هم کتاب الجهاد 11، در اینجا دوستان صفحه 380، صفحه 380 مجلد 11 حدیث 25 در این باب، علامه اردبیلی در حدیقة الشیعه نقلا عن السید المرتضى ابن الداعی الحسینی الرازی به اسنادی عن شیخ المفید روایت میکند اینجا. حالا من کمی خسته شدم بینندگان عزیز، این روایت بماند برای فردا، زیاد صحبت کردم. در جمله این کلمات اینه: علماء هم شرار خلق الله على وجه الارض لانهم يميلون الى الفلسفه والتصوف وايم الله انهم من اهل العدول والتحرر. علماء آخر الزمان بدترین علماء هستند، شرار خلق الله بدترین مردم هستند، به خاطر اینکه اونها میل دارن به فلسفه و تصوف، و به خدا قسم اونها اصلا اهل کجی و تحرف، یبالغون فی حب مخالفینا، اونها مبالغه میکنن، از حد تجاوز میکنن در محبت عمریه، و یضلون شیعتنا و موالینا و شیعیان ما را گمراه میکنن. به دوستان عزیز، این حدیث سندش صحیحه و تمام این حدیث را برای شما میخوانم فردا شب انشاءالله. چون صوفیه دیدند که اهل بیت علیهم الصلاة و السلام صوفیه را لعنت کرده، در وقتی اینا در بین شیعه میاند، خب مجبورند خودشان را صوفی نگویند، خودشان را چی بگویند؟ خودشان را عارف بنامند، و الا فرقی وجود ندارد، فرقی وجود ندارد. و این بینندگان عزیز، بله من بار دیگر میگویم، خب این حدیثم که سندش انشاءالله فردا خواهد آمد صحیحه، و احادیث دیگر که در لعنت صوفیه موجوده، اونها را برای شما نشان میده. بعد شما ببینید، آیا این مصیبت عظیم نیست که ما که بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده انی تارکن فیکم من نخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را که هر کسی از اونها پیروی بکند هیچ وقت گمراه نمی شود، بین ما معرفی کرده و اهل بیت علیهم السلام بین ما موجود، و کلمات اونها در لعنت صوفیه و در وجوب براءت از فلسفه و اهل فلسفه موجود هست، و این ما از اهل بیت علیهم السلام پیروی نکنیم، بریم از همون کسانی که اونها لعنت کردن از اونها پیروی بکنیم، دین خدا را از اونها بگیریم. خب این مصیبت خیلی عظیمه، خیلی بزرگه بینندگان ما، خیلی عظیمه و خیلی بزرگه، و انسان عاقل، انسان مؤمن، کسی که از خدا میترسد، چطور میتواند دین خدا را از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، کسانی که اهل بیت علیهم السلام اونها را لعنت کرده، از اونها یاد بگیره؟ ابدا این شدنی نیست. دوستان عزیز، من در اینجا توقف میکنم، تلفن های شما را جواب میدم بعد از توقف کوتاه.